ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خیراغلاست د سپینو خبرو پروګرام ته دوستان عزیز ارزی سلام او احترام بسم الله الرحمن الرحیم طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان با شما هستیم دوستان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم بالای اوضاع جدی افغانستان صحبت داریم آقای جان متیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با یک سفر قبلا اعلان ناشده به افغانستان سفر کردند و این بار دامن صلح را هموار داشتند و شما میدانید دوستان عزیز که رئیس جمهور ایالات متحده آقای دونالد ترامپ راهبرد جدیدی از اونا برای آسیای جنوبی خصوصاً افغانستان جنگ بود، فشارهای نظامی بود و مکرر بالای مسئله افشاری داشتن و آقای اشرف غنی هم به امو پالیسی بیشتر چنگ میزد طالبان از بین میبرن و حراس افغانان و داعش مغلوب میشه و یرفا زبانی از اونا شنیده میشد و چند قبل معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به افغانستان سفر کردند و در اونجا پیروزی نظامی را در افغانستان علیه طالبان و گروه حراس افغان به یک حساب بگویم او را اعلان داشت که موفق خواهد شدند و اونا را از بین میبرند مگر ایستا ایستا گرایش ایالات متحده آمریکا به صلح و با پالیسی پیس و صلح گرایش دارند و این مسئله از یک ماه یا کمتر بیشتر سر زبان ها افتاده که صلح بهتر از گفت و شنود و تایتی نظر را ترجیح میتیم نسبت به جنگ و فیر تفنگ به این منوال آقای جان متیس تا اینا گفتن در یک اعلامیه مطبوعاتی بوده البته که با بعضی شاخه های طالبان هم تاعتی نظر صورت گرفته و گفتون شنود جریان داره و از طریق صلح و پیس میشه موضوع افغانستان معضله را به پایان برسانند که البته هم این نوید هم هست و یک اشارات هم در گفتار میتونه باشه که شاید ایالات متحده آمریکا به سطوع آمده جنگ مستمر چندین ساله و طولانی ترین جنگ در افغانستان و شاید به این نتیجه رسیدن که جنگ به حاصل هست و آهسته آهسته طالبان بیشتر مناطق افغانستان از دست حکومت پوشالی و مزدور بیرون می سازه و خصوصا ولایت فرا مسئله اناردره و بالا بلوک که در چند روز اخیر صورت گرفت و خبر از طلوع هم شنیده شد که ارقامی را که وزارت دفاع بیرون آورد که تعداد نمیدانم چند نفر محدودی در اونجا کشته و زخمی با گذاشته تعداد از او به ده ها نفر میرسه و کماندوها و قوای ضربه اردوی افغانستان که البته یکی گفت که یک یزی افسرایی که توسط طالبا کشته شده و مرده های از او را با خود نقل دادن اجساد از اونا را بعضی ها را شاید زنده هم با خود بردن و بسیاری تجهیزات نظامی و مهمات نظامی حکومت مزدور افغانستان با خود بردن یعنی معلوم میشه دوستان عزیز که در جبهات جنگی حکومت افغانستان بسیار ناتوان است عقب از او که البته با دارای از اونا در بگرام و دیگر بیسای نظامی قرار دارن اونا هم تماشا میدارن میبینن که حکومت افغانستان ناکام است در راستا به هر حال دوستان عزیز چند خبر خبر مهم بود و همچنان جاگوزین آقای عطای نور خود جمعیت اسلامی معرفی داشتند سه چهار چهره را و اونا را می گمارن با سفارش آقای عطای نور و همچنان آقای انجینیر صاحب داوود که توسط حکومت افغانستان آقای اشرف غنی گماشته شده بودند او دیگه والی نیست خود جمعیتی ها خود آقای عطای نور میخواه جانشین خود خود انتخاب بداره دیگه در اونجا مقرری از طرف آقای
اشرف غنی نخواهد بود و حکومت مرکزی در اونجا راه نداره. صرف یک تاجگذاری توسط جمعیت و خود آقای عطای نور صورت خواهد گرفت و در معنا آقای عطای نور باز هم والی خواهد بود، صرف یک شخص دیگر سمبولیک باعث والی خواهد گماشتن. چند خبر مهم همی بود. از اما مهم دوستان عزیز، چون مسئله پیس و صلح سر زبان ها افتاده و جناح طالبان باید با میزای مذاکره کشانیده شوند، بیشتر شنیدیم در مطبوعات، مگر از جناح طالبان از او طرف کسی نفهمید که اونا چی نظری دارن، آیا واقعا با پیس و صلح گرایش دارن، آیا میخواین که صلح بدارن. نمیدونم نظری از اونا چی خواهد بود. امروز آقای مجاهد صاحب از یکی از محلات افغانستان با ما روی لاین تلفن خواهند بودن و هستن، تشریف آوردن، میخوایم با اونا سر صحبت باز بداریم. عالمی از پرسش ها موجود است. دوستان عزیز، شما هم میتونین از آقای ذبیح الله مجاهد نماینده یا سخنگوی طالبان که یکی از اونا آقای قاری یوسف هستن و بیشتر آقای ذبیح الله مجاهد در مطبوعات ظاهر میشن و صحبت میدارن، خصوصا تلویزیون پیام افغان بیشتر با اونا مصاحبات داشتیم. این بار چون موقع بسیار مهم هست، اخبار صلح بیشتر به مطبوعات میبره، مستقیما راسن از خود جناح طالبان پرسیده شود که اونا چی میگوین. مجاهد صاحب سلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پیام افغان تلویزیون تاسو محترم مسئول و کارکونکو و اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مجاهد صاحب، ډیره مننه، خوشاله یم چې لرم دې او غواړو په ډیرو مسایلو سره وغږیږو. هغه چې نن خبر شو یو ناڅاپه چې د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته راغلی جان متیس، ویل طالبانو سره م هم لږ لږ کتلي دي او همداشان دلته و هلته غونډې کیږي د صلحې په ارتباط، او صلح هم د خدای هم خوښه ده او د خلکو هم خوښه ده او اسلام هم وایي او انسان هم په عامه توګه. په دغه ارتباط چې دا مرکز د خبرو ده چې واقعا تاسې له امریکایانو سره چې غواړئ له مغو سره وغږیږئ، جان متیس ویلي چې ځینو شاخو سره موږ غږېدلي یو خبرې هم کړي دي. په دغه ارتباط له دې نه راځه شروع کړو، بیا به سره ورو ورو ځو همداسې. الحمدلله وکفا وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد بیا هم احترامات وړاندې کوم. بلې، د سولې خبره او د سولې اوازې له هرې خوا ډېرې دي او موږ هم د سولې لپاره موږ ټول ولس او موږ تبیو افغانانو ډېر کلونه رنځونه ګاللي او څلوېښت کاله کېږي په دې هېواد کښې جګړه روانه ده. دې هېواد سوله او ارام نه ده لیدلی. خلک هم غواړي او افغانان ټول د دې هیله مند دي چې سوله منځته راشي او د اسلامي عمارت بنیاد په کښې ښودل شوی او زموږ مجاهدین د څومره قرباني ورکړې ده. دوی د یو ارام قشر و، داسې قشر و چې د تعلیم په سلسله بوخت و، د دین خدمت دپاره د درسونو په ویلو بوخت و. کله چې ولیدل هېواد نارامه ده، سوله نشته، جنګ ورغېد، ملکتواتي منځته راغله، زموږ قیام وشو. نو زموږ اساسي د قیام علت او د موږ د جوړښت اساسي جرړه هغه سوله او امن یاده کول و ملک ته. اوس هم موږ په سولې لپاره هلې ځلې کوو. د سولې کومې لارې چې موږ ته الله جل جلاله راښودلې دي او زموږ بصیرت کار کوي هغه لارې لټوو. دلته دوه درې خبرې سره تفکیک کول ضروري دي. سوله په واقعي معنی سوله هغه ده چې افغانان په کښې امن کښې ژوند ولري، د ټول نه په بنسي توګه استقلال ولري. استقلال پره د هر پرمختګ ده، که سوله وي، که امن وي، که پرمختګ وي، که ودانۍ وي، هغه وروسته به استقلاله کېږي. که یو ملت مستقل نه وي او که یو ملت د بل چا تر زغ لاندې وي او د بل چا تر فرمایش لاندې وي، هغه ملت ټول غلام بلل کېږي. هغه ملت د ژوند نه مرګ ښه ده او د افغانانو په تاریخ کښې داسې نه دي تېر شوي چې زموږ ملت د چا تر زغ لاندې ژوند کړی وي او دلته غلامي شوي وي او بیا موږ خوشحاله په دې اوسې
زموږ ملک آباد شي، جوړ شي، او موږ ژوندي واوسېږو. داسې نه ده. اصل او اساس د سولې او بنیاد د واقعي سولې هغه ازادي ده او استقلال ده. زموږ هلې ځلې مخکې لري سولې عادت شي ملک ته، هغه هلې ځلې د استقلال د ګټلو لپاره دي. او تاسې پوهېږئ ټول انسانان چې شعور لري او عقل لري او ځان نه غولوي، هغه په دې باندې پوهېږي چې نن افغانستان د اشغال لاندې ده، د امریکایي تاړاک لاندې ده، او امریکایانو نظامي ځواکونه زموږ په ملک باندې قابض شوي دي. زموږ هوا او مځکه، زموږ اختیارات، زموږ اراده هر څه یې سلب کړي دي. دوی د تیارو په زور، د خپلو پوځیانو په زور، د ټکنالوژۍ په زور، او د بمباردونو او د وژلو په زور باندې هڅه کوي زموږ هر څه واخلي وتروري. دې ملک کې که امن راځي هغه هم مخه یې نیول شوې ده، او دې ملک کې پرمختګ په واقعي معنا راځي یو مخه هم نیول شوې ده، او زموږ د هېوادوالو فکري انحراف ته هم زمینه هم مساعده شوې ده. ورسره په تړون کې زموږ د هر نوع عمراني چارو مخه نیول شوې، جنګ دوام لري. دا یو تپل شوی حالت ده. نو بنیادي او اساسي غوښتنه د سلیم عقل دا ده چې موږ ملک ته باید مخکې له دې چې سوله او آبادي باندې خبرې کوو، استقلال اعاده کړو. کله چې زموږ ملک آزاد شي، زموږ ملک زموږ په اختیار کې شي، زموږ عوام او قضا زموږ په واک کې شي، زموږ اقتصاد، زموږ وروستي عمراني چارې هغه پخپله سمېږي. ځکه انسانان الله تعالی جل جلاله د طبع داسې پیدا کړي چې کله دوی ارام سا واخلي، کله سکون وګوري، نو خامخا ځان ته به د اوسېدا جای جوړوي، خامخا به د خپل نفس د کېدو لپاره یو لاره چاره سنجوي، او د خپل سرپنا لپاره به یو جای یو کوډله ځان ته جوړوي. دا د هر انسان فطري غوښتنه ده. دا وروسته له دې کېږي چې یو انسان ارام ته پرېښودل شي، استقلال او عادت شي، او زموږ ملک زموږ په واک کې شي. د اوس لپاره د سولې په وړاندې د ټولو نه لوی خنډ هغه بهرنی موجودیت ده، د امریکایانو حضور ده، د امریکایانو د نظامیانو شتون ده، او هغوی د افغانستان په مختلفو سیمو کې آیډي لري، بمباردونه کوي، خلک شهیدان وي، خلک وژني، د شپې چاپي وهي، او زموږ ماشومان کوي، او دارنګه زموږ تور سرې شهیدان یې بې عزته کوي. دغه ټول هغه څه دي چې د دې باعث شوي چې افغانان یو ملي قیام کړی، په جهاد یې لاس پورې کړی، هم د الله جل جلاله له خوا نه څه باندې فرض شوي دي چې خپل ازادي د استقلال د ګټلو لپاره جهاد وکړي. فرد فرد افغان باندې فرض ده، او هم عقل سلیم عقل دا تقاضا کوي چې د خپل ازادي ګټلو لپاره باید مبارزه وشي، لکه څنګه مو نیکونو کړي، لکه څنګه مو اجداد استقلال حاصل کړی ده. او هم فعلي ظروف د جامعې او یا د اوس دنیا تجربې ده، چې کوم ملت د مبارزه نه ده کړي، هغه محکوم شوي دي، هغوی تاریخ له لاسه ورکړی، هغوی ژوند له لاسه ورکړی په واقعي معنا، هغوی خپل فرهنګ له لاسه ورکړی، هغوی خپل دین له لاسه ورکړی، هغوی خپل هر څه له لاسه ورکړي. صرف نفس یې ده کړی، درسته ده، صرف مفشن وطنۍ یې جوړې کړي، مفشن کالي به اغوندي، ولې د آزاد انسانانو په صفت باندې ژوند له لاسه ورکړی. دا ټول شیان دا ایجابي سي، موږ باید په واقعي معنا باندې د سولې پرمختګ لپاره لاره هواره کړو. هغه بهرنی موجودیت څوک پورې اشغال کړی هېوادونه په افغانستان کې وي، څوک پورې چې امریکایان درته قابض وي، موږ د سولې مخلص وي. دی بناء ټول ملت باندې واجب ده، په ټول ملت باندې فرض ده چې باید قیام وکړي، د جهاد تر شا ودرېږي، او نور هم خطین ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ایستلو ته اړ شي، یا د خبرو د لارې، یا د زور د لارې، یا د فشار د لارې افغانستان ته استقلال اعاده شي، یا به افغانان په خپل مامن کې هم د سولې چک شي، یا هم به د پرمختګ او هم به نور هغه څه چې موږ په زړه کې لرو، ارمان یې لرو، هیلې ده. دا خو درسته خبره ده چې تاسو مهرباني وکړئ، استقلال او حریت او ازادي دا د ملي شخصیت او مسلمان فکر کې هم دا تاویږي، او تاریخ د افغانستان هم ښودلی ده چې په اثارت نه کیږي، له انګلیسه نیولی همداسې ضبط شي په تاریخ په لمنو کې. هر وخت افغان خارجیان له منځه وړي دي، روسانو همدغه شورویان یې هم په ځکه ووهل. دا مشهوده ده، دا تا دایت چې تاسو مهرباني وکړه دا زه منمه. مګر راغلو د عقل له نگاهنه، او دغه خپله دنیا اوس تغییر کړی ده، اوس تاسې په جنګ اتکا کوي، مګر قربانی مو ورکوو، مګر خلک د افغانستان، مګر له پاسه دوی انرژي لري، دوی ټکنالوژي لري، او دوی اهداف لري په افغانستان کې. هلته ذخایرې لیدلي دي، او ستراتیژیکي نقطه ده. متاسفانه هغه ګیدړې ته ویلي وو چې تا دښمن څوک ده، وایي د ما پستوکی ده. نو افغانستان هم همدغه خپله جغرافیه ډېره یو بده جغرافیه ده، دوی غواړي چې هملته ووسي.
د هغه لپاره دغه خپله ټکر د اهدافو یا فرضاً هغه لایقو دا باعث د دې کېږي چې هغوی په افغانستان باندې لمنه واچوي. دلته که داسې یو تدبیر ورته نه وي او صرف په دا جنګ باندې اتکا کول ډېره بربادي لري. جنګ او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم په تدبیر ډېره اتکا شوې ده. درسته په ایمان او په غیرتو په شهامتو په دې باندې باید دغه مرکز د افکار د یو مسلمان ولاړ وي، مګر په دا فعلي شرایطو کې یوه نحوه د جهاد دا ده چې سړی له عقل هم ډېر کار واخلي، عاقلانه جهاد وکړي. دلته د تاسې له نظره امریکا سره که داسې یو تفاهم ته ورسېږي، خصوصا چې هغوی طرف دي له موږ له هغه سره ازادۍ سره، کومې لارې به مثبتې وي چې سړی یو د صلحې یو پلان ولري؟ هغه یې تاسې له نظره د جنګ نه اوس هغه امریکا وتلې ده، اوس جان متیس ویلې چې موږ زیاتي جنګ باندې اتکا نه کوو، د صلحې لاره ډېره ښه ده چې هم ورسي طالب سره وغږېږي. ورو ورو هغه راوړاندې کېږي صلحې ته، له خپل خره نه راکته شوي دي. ای تاسې به هغه څه وي صاحب دا پلان د صلحې لپاره چې څه وشي هغه موافقه کېږي چې هم امریکایان نارامه نه شي، دلته ګټې له موږ سره یو ځای خوندي پاتې شي او یو صلح هم راشي او دوی هم له افغانستان نه وځي، هغه به څه وي مجاهد صاحب؟ بلی تاسو ښه مهرباني وکړه، ولې په یو شي ته موږ دقیق شو. د سولې او د امن په اړه دلته دوه مهم ټکي شته. یو دا چې موږ مخکې هم امریکایانو ته یادونه کړې ده، که چېرې امریکایان د افغانستان له جغرافیې نه د افغانانو نه د خپل امنیت په اړه تشویش ولري، یا لکه څرنګه چې عراق کې د تروریزم مسله ورته مهمه وي او د خپلو هېوادوالو یا د نور هغه هېوادونو چې دوی سره پیمان کې دي، د هغو د امن په وجه تشویش ولري او د افغانستان له خاورې نه ولري او د افغانستان د جغرافیې نه ولري. دا ټول هغه څه دي چې موږ د مخکې له جنګه هم دوی ته ویلي دي. جنګ نه و شروع چې موږ دوی ته وړاندیز کړی وو او اوس هم آماده یو او چې دوی سره خبرې پرې وکړو، دوی تشویشونه رفع کړو او د دې په اړه چې به نوي تړونونه رامنځته شي د افغانستان له خاورې نه چا ته ضرر نه رسېږي، چا ته زیان نه رسېږي، دغه تشویش چې کوم اعلان شوی یا کار ترې اخیستل کېږي دا بې اساسه ده. او دومه نقطه یا دوم ټکی ډېر مهم هغه دا ده چې که چېرې امریکایان وغواړي چې د افغانستان سرمایه غلا کړي، د افغانستان د جغرافیې نه د خپل یو مرکز په حیث استفاده وکړي د سیمې د فار لپاره او دلته نظامي اډې ولري، باید ومنل شي په دې سیمه کې. دا بیا هغه څه دي چې موږ دې ته اړ کړي چې باید مقابله وکړو، مقاومت وکړو. د سولې د امن او د خبرو په باره کې دا اوس اوس توپ د امریکایانو په میدان کې پروت. موږ تاسې به یاد دي څو ورځې وړاندې اعلامیه خپره کړه چې د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز یوه اشاره وکړه چې دوی غواړي طالبانو سره خبرې وکړي یا د اسلامي امارت سره. موږ هم جواب کې ورته تشریح کړه چې موږ هم د دې هرکلی کوو، د دې اقدام که چېرې امریکایان رښتیا هم د مناظرې حل غواړي او د جنگ پای ته رسېدلو ته لیواله وي، نو بیا موږ د خبره منو چې هر خبره باید چې په وسله او په ټوپک او په ګزار باندې حل کېږي او په منطق باندې مخکې حل شي. دا لا ښه ده او موږ امریکایانو ته فرصت هم ورکړی، هغو ته مو آګاهي هم ورکړې، بېلابېلې اعلامیې مو خپرې کړي. څه موده وړاندې د امریکې خلکو ته هم موږ یو لیک ولېږه چې که چېرې سیاسیون د اقتدار په حالت کې وضعیت نه شي درک کولی او د تبارکۍ نه شي درک کولی، د خپل ملک او د افغانستان د خلکو ګټې نه شي سنجولی او د دې جنګ عواقب نه شي سنجولی چې د اقتدار په نشه کې دي، ګوندې خلک یې، ګوندې ملت یې، ګوندې د پارلمان غړي یې، هلته ساړه دماغ والا خلک دي چې د مسلې عمق درک کړي، د جنګ اوږدېدو ته توجه وکړي او دا جنګ چې دوی لپاره له ټولو نه زیات زیان ده دې ته دوام ورنه کړي. موږ هغو ته یو لیک ولېږه، هغه لیک موږ ټول شیان ورته تشریح کړي وو په ډېر مفصل شکل باندې، موږ دوی ته واستوو، دوی ته وخت رسېده ټوله نړۍ ته وغږېده. نو اوس اختیار او واک د خبرو د منلو یا د مذاکراتو له لارې د ستونزو د حل هغه امریکایانو ته راجع شوی ده او توپ د هغو په میدان کې پروت ده. اوس که دوی غواړي دا مسله چې په جنګ باندې ټینګار کوي د خبرو د لارې نه حل کړي، اسلامي امارت د افغانانو په نمایندګۍ او د افغانستان ملت د مظلوم ملت په استازیتوب باندې دې ته حاضر ده چې هم امریکایانو سره خبرې وکړي او هم دا د منازعې لپاره د حل ټکي پیدا کړي. خو په دې شرط دا ده چې مخامخ د امریکایانو سره خبرې وشي
او امریکایان هغه څوک دي چې موږ سره په جنګ کې ښکېل دي، دوی موږ پیدا کړي او دوی زموږ په ملک باندې یرغل کړی، وسله د دوی په لاس کښې ده، توپ د دوی په لاس کښې ده، او د اشغال تولید دوی کوي او ټول ابزار دوی ته ورته تهیه کړي چې د جنګ باید کړي دي، هغه ټول دوی کوي. نو دوی اصلي زموږ طرف کښې دي، موږ په جنګ درګیره حق ده، نو دوی باید موږ سره په دې کښې خبره وکړي او خپله ستونزه د خبرو د لارې موږ سره حل کړي. موږ خپل هم اخلاص کړی، هم لا هم کوشش کوو کوم جهاتونه چې مؤثر دي، کوم په دې ټکي باندې چې کوم لارې چارې د دې منتج کېږي چې دې ټکي ته موږ ورسېږي چې امریکایان اړ شي چې خبرو د لارې د مسله حل کړي، هغو ټول نه موږ استفاده کوو. د تاسې د خبرو په تایید موږ د تعقل لار هم خلاصه کړې ده. داسې اسلامي سیاسي دفتر لري، سیاسي دفتر تاسې پوهېږي صرف هغه د یو سیاسي ډیالوګ لپاره ده او د سیاسي منطق لپاره ده، د پوهاوي لپاره ده، د سوی تفاهم د راپه کېدو لپاره ده. هغه د دې معنی لري چې زموږ جنګ د ځان سره ډېر څنګ چې جنګ ده، سیاسي تعقل هم ورسره شته، سیاسي کړنلاره هم لرو. نو د موږ د خوا نه کومه ستونزه نه شته په دې کښې د امریکایانو سره مذاکرات ونه شي یا خبرې ونه شي یا مسلې حل نه شي د خبرو د لارې. ولې بل هغه وخته موږ تر اوسه پورې په امریکایانو کښې د سرزوري اثرات وینو، هغه کوشش کوي چې کله دغه د سولې له مسلې نه دسیسه جوړه کړي، کله دې تسلیمي شعار واقعي ده د مجاهدینو دپاره د تسلیمي غږ پورته کړي، کله شرایط وضع شي، کله کوشش کوي چې داسې جهاتونو سره موږ موافق کړي چې هغه زموږ طرف نه دي، موږ دمو سره په جنګ نه یو اخته، هغوی زموږ په وړاندې ډالر نه رسوي، هغوی زموږ په وړاندې هوایي ګزارونه نه کوي، هغوی په جنګ نه دي سره ښکېل. د اشغال نه چې یو لوی او اساسي عمده مسله ده په افغانستان کښې توجه په بلې خوا واړي چې دا بېرته دا څرګندوي چې امریکایي جهاد لا هم هغه د سولې هغه اصلي قیمت باندې هم نه ده پوه شوي او درک کړی هم نه ده وضعیت په بل فکر کښې دي. دوی داسې فکر کوي چې ګنې موږ یا د افغانان ټول ماشومان دي، دوی به یې وغولوي، دوکه به ورکړي، سیاسي پریب به ورکړي، په داسې حال کښې چې موږ اوږده تجربه هم په جنګ کښې لرو او هم په سیاست کښې اوس دغه تلوې کاله چې په افغانانو تېر شوي دي، دا ټول ماشومان په څلوې کلې پورې چې رسېدلي دوی په ځوان کښې سیاست تجربه کړی ده، دلته دوکه ورکوي. نو که چېرې موږ پوه شو دوی رښتیا سوله کوي، موږ هېڅ خنډ نه لرو. او رښتیا سوله کښې خو دوه شی دي که نه، دوه څه چې ډېر شیان دي، یو دا ده چې یو څه به ورکوي، یو څه به ترې غواړي. نو دا چې دواړه خوا خپلې پښې ټینګې ونیسي په مځکه یې وهي، هغه خو بیا سوله نه شوه، جنګ ده، هر چا چې بیا یو بل مړ کړي او له منځه یې وې وړ په جنګ کښې او لښکرکشیو کښې دغه رقم ده. مګر د هغه سولې په میز باندې فرض کړه امریکا غواړي چې په افغانستان کې په دغه منطقه کې په داسې سیمه کې په افغانستان کې یو څو قرارګاوې د نظامي ولري، فرض کړه همالته له غجې نه وکولی شي چې یو دا خوا خوا یو کنټرول وکولی شي، فرض کړه افغانستان یې آزاد کړي، وایي آزادي ده، تاسې خپل انتخابات وکړي، موږ هېڅ د تاسې په کار کې غرض نه لرو، د قرارګاوې چې همداسې په آلمان کښې لرو، په کوریا کښې لرو، نه پوهېږم نورو هېوادو کښې لرو، همغسې به یي، تاسو ته به یو کرا به هم در کوو، لکه چې د پایپ لاینونه تېرېږي له افغانستانه $400 میلیونه په کال کې ورته تجایی ورکوي، عقل عبور ورکوي، دا به هم همدغسې یو شی، او تاسې په سره هم موږ دوستي غواړو، دښمني نه غواړو، شاید د تاسې پروژو کې مخکې به هم کومکونه کول، هغه د ظاهر شاه وخت کښې او داود خان وخت کښې، اوس به هم تاسو سره همکاري کوو، یو دوست سټیټ، یو حکومت به دې موږ سره یي، موږ تاسې په عمرو کښې غرض نه لرو. داسې یو پیشنهاد دي تام په نظر څنګه ده؟ اواز دې اواز دې مجاهد صاحب ګډ وډ شو، یو رقم نه اورم، شي اورم یې جاړې اورم، ښه مهرباني وکړه. تېر نه نه، خو استقلال سره به غرض نه لري، خو وایم که نه، اوس دا یو نمونه آلمان ده، کوریا ده، دا هېوادونه دي که نه،
اوس د افغانستان ته تا ته فرضاً ووایي زه 200 میلیونه ډالر در کوم په کال کې ما پرېږده، یو څو قرارګاوې دي نظامي دي، تا سره غرض نه لرم، تا سره کومک هم کومه دي، نقصي چی ده؟ نو نه نه، افغانستان خلک د بهرنیو نظامي موجودیت په هېڅ قیمت نه مني نه منلی شي، ځکه زموږ ملک اسلامي ملک ته دلته کفري ځواکونه اوسېدل او اړول دا زموږ د دیني اساساتو سره هېڅ اړخ نه لګي. اوس دغه اوس په عربستان کې همدغه اوس عربستان کې 80,000 قواوې دي همدغه هغه په موږ دلیل نه دغه د عربستان خلکو نه پوښتنه وشي چې ولې اجازه ورکړي، هغه هم اسلامي هېواد ده که نه، یو اسلامي هېواد ده، کعبه همالته ده، زموږ مسؤلیت نه ده. ګورې عربي کې یو مقوله ده، هغه وایي چې النقطه للفار لا للقار، یعنې څوک چې له میدانه تښتېدلی ماتې خوړلې هغه نه باید پوښتنه وشي، نه هغه چېرته په میدان کې ولاړ. اوس افغانانو دغه موضوع د انګریزانو ټول ملکونه د هېواد نیولي وو د نړۍ، او د سترې لاندې لمر نه لوېده، ټول ملکونه یې تقدیر کړي وو، افغانانو جنګ ورسره کوت خیر ته دا اعتراض هم وکړه چې افغانان نیولي جنګ کوو، ټول ملکونه هغه د انګریزانو په لاس کې وو، دوی په خو د ما دف دا د مجاهد صاحب شوروي اتحاد هم ورته پالیسي درلوده چې افغانستان یې نیو، داسې نه نیو چې افغانستان خلک یې وژل، افغانستان خلکو ته شعارونه ورکول کور کالی ډوډۍ، یعنې کور یې ورکول په اختیار کې، کالی یې ورکول ډوډۍ که ام که پرېښودل شوی واقعا دا درې شیان افغانانو ته ورکول، یوه هغه تیوري فلسفه داسې وه چې افغانانو ته دا شیان ورکوی شوی ورکولی شوی، نو دغه سیمه یې تدخیر کوله، موږ سره یې معامله هم کوله، ولې ولې افغانانو اجازه ور نه کړه؟ د نظامي شتون د افغانستان په جغرافیه کې بهرنیو مداخلې دلته د افغانانو ګټې تقسیمول یا د دغه دینه بل څوک تهدیدول یا د چا په ضد باندې آیډي جوړول، دا ټول هغه څه دي چې موږ استقلال سره مخالف دي او دا جنګ په همدې روان ده. دغسې مداخلو ته نه موږ چاته اجازه ورکوو، نه سوله غواړو چې دلته څنګ ته نظامي آیډي د امریکایانو وي، څنګ ته یې موږ پراته خوب وکړو چې خوشحاله چې سوله راغلې ده، ملک یې هم 200 میلیونه ډالر راکوي بس موږ تملو. و دغه واقعي دنیا کې ژوند کوو مجاهد صاحب، همدا اوس په دغه دنیا کې که دغه امریکا خپلې دروازې د نورو هېوادو په مخ وتړي یا روسیې وتړي یا فرض کړه دغه بډایه هېوادونه یې وتړي، دنیا له لږې مړه کېږي په یو حساب، خو درسته موږ عقیده لرو چې خدای روزي رسوي، مګر عرض مې دا ده چې کله کله دغه خپله ځان په یو واقعي قوطي کې اچولو صاحب هر چی باندې خط را کشول دام که د خدای لاره نه ده، اوس دغه هېوادونه دي او دین او د خپله پیغمبر هم له هغه کفارو سره ارتباطات درلودل، هغې ګټې هم سره تقسیم. تاسې ما ته وخت راکړئ، اصل دا چې د افغانستان خلک د یو مستقل ملت په توګه وپېژندل شي او دلته یو مستقر واحد نظام جوړ وي او زموږ ارمانونه پلي وي په دې ملک کې، د امریکا موږ سره د یو غلام په شکل باندې معاملې نه کوي. همدا وایم که په دوه ملکونو باندې معاملې کوي، امریکایي د امریکا سره تجارت مخ هېچا نه دي نیولي، څوک چې تجارت یو بل ملک سره ولې، موږ ګڼو ملکونو سره تجارت تقاضا لرو او اړتیا لرو، او لکه څنګه چې تاسو ویلي یو له بل ځان محتاج ګڼو، دا هغه حالت ده نورمال چې د دوه مملکتونو دوه ملتونو تر منځ باید تجارت روان وي، باید راکړه ورکړه روان وي. دا جلا خبره ده، یو د سیاسي نظام خپلول او نظامي قوت په استفاده د بل چا حریم نیول، فضا لاندې کول، او هلته نظامي حضور درلودل، خو هغه سې چې هغه سې د پایپلاین هم به پرېږدئ، خو دا پایپلاین چې تېرېږي تاسو هغه هم دې تاسو په خاوره کې نلیکه ده، هغه سره نظامیان د خلکو دلته نه راځي، دلته څوک چاپې نه ورسره وي، دلته څوک بمبار او د هغوی ګټې دي همالته، اوس دغه امریکا چې تللې ده د همدغه پایپلاینو لپاره تللې ده، د همدغه اقتصادي ګټو لپاره تللې ده، دا بیسونه نظامي د اقتصاد لپاره خلک وزني، که دوی د اقتصاد لپاره خلک وزني چې د دوی ګټې دي، وایي موږ ورسره ومنو، زموږ استقلال خو لاندې وي لکه امریکایانو، هغه استقلال در سره منمه، استقلال راکي، ما خو په اوله کې ویلي چې استقلال سره غرض نه لري، مستقل هېواد یو، هر څه چې یو فرضاً موږ قرارداد نوشته کوي، ورسره وایي چې وروره تر دغه کلو پورې دغلته د اډه کې دلته یي، یا فرض که دغه هغه خواستې دي دلته یي، موږ ازاد یو، موږ سره موږ دومره روپۍ راکړې، موږ خاورې نه استفاده کوي، لکه ته چې یو اپارتمان په کرا ورکوي امریکا ته د یو مځکه یو حصه ورکوي ورته، دا نور هم کړي، عربستان کړي دي، فرضاً آلمان کړي دي، جنوبي کوریا کړي دي، ځینې نورو هېوادونو کې د امریکا دي، روس دي، هغه دي، مګر آزاد هېوادونه دي په همدغه موجوده حالت کې دي. ما خبره په بل ځای کې وه، داسې نه وه چې ولا موږ بیا مزدور یو بیا ورته قرارداد وکړو،
بیا آزادی باندې خط را کش کو. هغه نه و آزاد ملک دی، زه خپله آزاد فکر لرم، زه وایم افغانستان باید آزاد وي. دا ته چې ته وایې همغسې کې زم د سره منمه، مګر ځینې شیان باید لږ زه انحناو په دغه خپله. ګورئ خطاب صاحب محترم، هغه تجارتي اړخونه او د دوو هېوادونو تر منځ ډیپلوماتیکې معاملې او هغه معاملې تجارتي راکړې ورکړې هغه جلا اصول لري. حتی نه موږ امریکا سره نه لرو، نور نړۍ سره ده، چین سره ده. اوس اړتیا پېښه ده، زموږ سره باید سرمایه‌ګذاري وکړي، د هغو غوښتنې ومنو او موږ هم غوښتنې لرو هغه ومني. پخوانی شوروي اتحاد یا د سیمې هېوادونه چې دا اوس پایدانونه غږېږي او جبل جي ته داسې نور تجارتونه وده کوي، دا له ټول نړۍ سره شته. د امریکا مغرورانه څېره چې دلته د دې تر څنګ چې هغه سرمایه‌ګذاري وکړي، نظامیان ولري، د فشار وسیله ولري، دا هغې ټول نړۍ اجازه ورکړې ده. موږ اجازه نه ورکوو، افغانان آزاد خلک دي. کله چې بیا دلته اسلامي نظام جوړ شو، هغه نظام او خلکو په مشترکه عکس لازم ولیده، هغه وروستۍ پرېکړې نیولې. اوس امریکا د دغسې یو تړون له مخې دلته نه ده راغلې، نه د دغسې یو غوښتنې له مخې دلته اوسېږي، نه چا هغه موافقه ورسره کړې او نه هم بمونه خو دې لپاره کوي چې جنګ سره روسان هم کول، دا نور هم کوي چې جنګ سره شروع شي، هغوی هم جنګ. زما خبره دا ده چې دا د میز په صلح په میز باندې چې سړی کښېني، داسې یو هغه باید پلان ولري چې دغه شی راکړه، دغه در کومه، دغه کومک در سره کومه، په پرده ووزه هغې کې سړی یو لاره جوړه کړي. او داسې که وچی چې ته وزه او زیاتي وشکو، دا خو رانه شي او د ما وطن دې نیولی، ولاکه دې پرېږدم یا تا مړ کوم یا ما مړ کړه، دا خو بیا صلح هم نه شوه، هغه خاصتي هم د هیچا مرفوع کېږي نه. همدا جنګ به دوام لري، دا نور هېوادونه به هم ګټې ترې اخلي، دننه به هم دا مزدوران شوکونې کوي، غلاوې به کوي، دا څو فاسده اشخاص یې راوستي څوکو یې کېنولي. په هر حال مجاهد صاحب، دلته یو هغه د مېرمنه ده، یک خانوم است به نام پروانه جان، بسیار سوالای خوبی کردم ازشان، تشکر میکنم. یکی از سوالایی بود که این مسئله پایپلاین تاپی که از افغانستان رد میشه، او میگه می عقل ما هیچ قد نکشید که چطور میتونه که پایپلاین از افغانستان رد شوه و هم خصوصا از هلمند رد شوه بره با پاکستان، باز اونجا به هندوستان بره که هندوستان هم دشمن طالب است و طالبا دمون محلات حاکم هستن، اونا میتونن که یک بمه بپرانه و خب هر روز در اونجا قرار دارن. اگر اینا سکیوریتی اونا رو نگیره، خوی میتونه هر آنی پایپلاین منفجر شوه و صاحب همی پروژه از بین بره ناقص. آیا طالبا با حکومت افغانستان یا ترکمنستان یا فرض کنیم پاکستان، هندوستان کدام یعنی معامله کرده که برای ما اینقدر پول بتین و ما سکیوریتی زیر میگیریم و غرض نداریم؟ یک سوال بود. یک سوال دیگه بسیار معقولی دیگه هم که کرده، مجاهد صاحب رو توجه کنین، پروانه جان فرمودن که شما اگر توی یک اساسنامه داشته باشین، یک کتاب وارد درد شوه، یک رساله که ما پلانه اقتصادی ما اینی است، پلانه تجارتی، نمیدونم سیاست خارجی و داخلی ما، فرض کنیم رای گیری، اشتراک مردم در انتخابات، خود در کل امی پالیسی حکومت آینده، اگر فرض کنیم سبا طالبان یک حکومت تشکیل میتر خارجی هم میبراید، شما چی دارین برای مردم؟ در اونجا حقوق زن باید درد شوه، مکتب هست، تعلیمات از اونا، باعث یک رساله درد کنین صاحب بکشین. اینجا شما میگین که شریعت اسلامی، میگه ما شریعت اسلامی رو درست نمیفهمیم، مگر اگه باعث یک کتاب مختصر اینا پالیسی حکومتداری خود در اونجا درس کنه و توضیح کنه، شاید بسیار مردم طرفدار از اینا شوند. چی دی ویلی؟ بله، با مردو پاسخ باید با جوابای مفصل داد. اول موضوع پایپلاین است. پایپلاین یکی از نیازمندی ها و آرمان ملت ما بود که باید تدبیر شد و پلانش و این چهار کشور منطقه داری سعیم هستن، ترکمنستان است، افغانستان، پاکستان و هندوستان. و ما تا او حدی که مکلفیت داریم یا در مورد پایپلاین توافقات صورت گرفته، ما با امنیت کار پایپلاین یا پروسه پایپلاین هیچ نوع خدشات را وارد نخواهد کردیم و در این مورد امارت اسلامی افغانستان از طریق دفتر سیاسی خود در مفاهمه شده و با طرف های دخیل مفاهمه انجام شده و طبعا پلان زیر دست خواهد بود که هم امنیت پایپلاین را تضمین بکنه و هم راهکارهای آسان را
پیاده بکنن تا ساحاتی که پازلاین کشیده میشه جای و ساحات جنگ صورت نگیره و به میدان جنگ مبدل نشوه. از طرف ما چقدر که ما مکلفیت داریم این هم تضمین دادیم و هم وعده سپردیم که در ساحاتی پازلاین کدام مشکل امنیتی انشاءالله وجود خب اون طرف جهت های دیگر هم مسئولیت خود دارن. جهت های دیگر مثلا در افغانستان خارجی ها وجود دارن، اگر آنها ممانعت کنن یا روی امو کینه خود نخواهن که پایپلاین کشیده شود مزاحمت ایجاد کنه، این به ما ارتباط نمیگیره. همچنان بعض از حلقات دیگر هم اگر نخواهن که پایپلاین پیر شود و مزاحمت ایجاد کنن و به ما ربطی نداره، ولی ما مکلفیت افراد خود داریم. ما ایره تضمین میکنیم و ایره اطمینان میدیم که مشکل از طرف ما نخواهد بود. اینجا اگر مجاهد صاحب افغانستان هم اشغال باشه، همین حکومت هم فاسد، مردم هم غریب و بدبخت و این پایپلاین تیر شوه و صاحب یک 400 میلیون دلار باز وزیر مالیه بگیره و صاحب در جیبای خود تقسیم کنه زیر یک سلطه بیگانگان، باز هم میپذیریم همین پایپلاین؟ این ای موضوع ای دیگر است که پایپلاین جور میشه و تطبیق میشه به او زمان میرسه که پول ازی پرداخت شوه و منافع ازی به افغانستان برسه، شاید تحولات بسیار بیایه و افغانستان صاحب یک اختیار خود شوه و صاحب همه اندوخت خود شوه. تا وقت ما امیدوار هستیم، ولی اکنون چون سر کار است و کار باید جلو گرفته نشه، از او خاطر ما موافقه کرده ایم که پیش بره. اون طرف اگر تنها مسئله پایپلاین نیست، یعنی حال سرحدات ما که محصولات گرفته میشه هم عین چیز حیف و میل میشه و تجارتی که روان است هم عین چیز حیف و میل میشه و این نیازمندی مردم ما که ما نمیتونیم تمام تجارت متوقف کنیم یا مثلا سرحدات رو ببندیم بخاطر اینکه چند تن نیره های که مایل میکنیم، نیازمندی مردم از زندگی مردم روان است. پایپلاین هم یه این چیز اقتصادی است، تبعات خود داره، ولی با مشکلات کارش باید انجام شود و تا او وقت تکمیل میشه و امید است که اشغال خاتمه پیدا کنه و افغان ها صاحب اختیار خود شود. خب این که پالیسی تانه در کتاب نوشته کنین نظر خود؟ گفتن بایی سوال باید پاسخ داد که یکی از آرمان ما هم است که اساسنامه به شکل کتابی چاپ و به دسترس همه برسه، ولی کنون حالت جنگی است، ما به خاطر امور جنگی خود چه همچنین یک اساسنامه داریم که باید جنگ چه قسم پیش برده شود، اصول جهاد چی است، مجاهد چه میتونه چه نمیتونه، کنون در این وضعیت هستیم. ولی اگر نظام بدتنه یا ما کمی راحت تر میشیم یا دسترسی ما پیدا میشه با کسایی که این کار ما را همراهی و همکاری کنه یا رأی و نظر ملت با ما شریک بسازن یا او رو بتانیم در یک فضای نرمال جمع کنیم، آرای مردم، نظریات مردم هم مد نظر بگیریم و این که یک اساسنامه را بسازیم، علمای اسلام را در جریان بگذاریم، فقها را در جریان بگذاریم، همچنان محققین را در جریان بگذاریم، قانوندانان را در جریان بگذاریم، این یک فرصت بسیار میخواه و آرام میخواه، فرصت لازم میخواه که ما اکنون در او وضعیت نیستیم، ولی آرزوش دارم که میتیه همچنین یک وضعیت بیا و افغان ها یک اساسنامه خوب برای خود زندگی خود داشته باشن، طبق امو رهنمودار اساسنامه خود زندگی خود را پیش ببرن، ساختار نظام خود را بسازن، حقوق مردم را خود را مردم خود را بسن و همچنان همه چیزهایی که لازم زندگی ما و شما هست او را با ما تشریح کنم توضیح کنم و کسی مداخله نداشته باشه و زندگی یکی دیگر هم تهدید نشه. از همه بیشتری که اصول اسلامی و اندیشه اسلامی همچنان احکام فقهی و چیزهایی که بسیار برای ما قیمت داره و چیزهای احکام دینی است او در این درد شده باشه و واضح شده باشه و ما را هم خداوند توفیق عمل بده، یک فرصت میخواه. ولی اکنون این عملی نیست چون ما درگیر جنگ هستیم و افشار مختلف جامعه هم تیتو پاشان است که ما دسترسی نداریم با ما آنها بشینیم مشوره بکنیم. مجاهد صاحب یک وقفه اعلانات داریم میریم، دوستان عزیز لاینای ما مشغول است، لطفا تشریف داشته باشین و یک خواهش ما همی است چون شاید بسیار ازدهام شود در لاینای تلفن و میخواین سوال کنین، سوالایتان تا بنویسین که مختصر از آقای مجاهد صاحب بپرسین و مجاهد صاحب شما هم لطفا اگر بتوانین مختصر در طول یک دقیقه کنیم دقیقه برشان پاسخ میروانی کنیم. دوستان عزیز برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
دستبند مغناطیسی. آیا می خواهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از استرس و فشارهای روزمره خلاص شوید؟ دستبند مغناطیسی مورد تایید تمام متخصصان دنیا بهترین راه برای رسیدن به آرامش می باشد. با دستبند مغناطیسی از زندگی آرام و آسوده خود لذت ببرید. با دستبند مغناطیسی همیشه یک قدم جلوتر باشید. کاهش استرس و خستگی، افزایش تمرکز و توان. کافیست یک بار امتحان کنید. با دستبند مغناطیسی تعادل، انعطاف پذیری و قدرت تمرکز را به خود هدیه کنید. استرس و خستگی خود را کاهش دهید. مورد استفاده توسط معروفترین اشخاص با ظاهری فوق‌العاده شیک و سبک. دستبند مغناطیسی را با قیمتی کاملا متفاوت فقط از بازار پیام افغان می توانید تهیه کنید. پس همین الان با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید، زیرا دستبند مغناطیسی انرژی مثبت و توان جسمی شما را افزایش می دهد. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن است، با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکنم. بر علاوه محافل عروسی، شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس سالون عروسی کابل، ساوتال شهر لندن. نمبر تلفن 0285 74 30 18 و 0785 35 27 96. موبل پلازا، فروشگاه موبل فروشی در هامبورگر اشتراسه 167 شهر هامبورگ، در فاصله 1 کیلومتری مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن ترین مبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، میزها، چوکی های طعام‌خوری، مبل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالان و کودکان با اضافه از 200 نواسیت های ظریف اصل کریستال با سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه مبل پلازا در دو طبقه با مبل های مختلف، مبل های کار دستی محصول کشور ترکیه و ایتالیا با دیزاین کلاسیک، آوانگارد و مدرن. با اضافه سفارش رنگ های انتخابی شما در 200 رنگ مختلف در خدمت شماست. فروشگاه موبل پلازا اشیای شما را به محل دلخواهتان منتقل نموده، خدمات تعمیراتی را انجام می‌دهد. آدرس هامبورگر اشتراسه شماره 167. سالن کترینگ با تهیه غذاهای حلال و متفاوت با طعم و کیفیت عالی، میزبان محافل شما در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه با کادری مجرب و سرویس دهی عالی در خدمت شماست. همچنین سالن پذیرایی 4 ستاره ما در شهر افنباخ آلمان با مدیریت آقای محمد عظیم نصیری آمادگی پذیرایی از محافل شما می باشد. We have cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at irusa.org. 25 years together.
مژده به مشتریان عزیز، سوپرمارکت الکریم که جدیداً به فعالیت آغاز کرده، با عرضه مواد خوراکی افغانی، ایرانی، پاکستانی، ترکی، عربی، هندی و آلمانی، میوه های خشک افغانی، سبزی های تازه، گوشت ذبح اسلامی، نان تازه افغانی، و وسایل خانه و آشپزخانه در خدمت شما می باشد. شرکت الکریم از ویلشتراسه هامبورگ نقل مکان کرده است. آدرس جدید: لانگنپور نارت، دیک موربه 12A، 22419 هامبورگ. شرکت الکریم در خدمت شما. تالار پذیرایی پرستیج در شهر گیسن نزدیک فرانکفورت در آلمان برای برگزاری نامزدی ها، عروسی ها و حتی کنسرت ها در خدمت شما خواهد بود. ظرفیت 400 نفر در محیطی خانوادگی با کیترینگ متنوع. برای اطلاعات بیشتر و یا رزرواسیون با ما تماس بگیرید. پرستیج. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت فرق باز هم خدمت شما هستیم. آقای مجاهد، صاحب زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان از افغانستان روی لاین تلفن با ما تشریف دارن و بالای اوضاع جاری افغانستان و همچنان پالیسی طالبان و پلان صلحی که توسط حکومت افغانستان پیشنهاد شد و همچنان ایالات متحده امریکا، آقای جان متیس وزیر دفاع، جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده اعلان ناشده به افغانستان سفر کردن غیر مترقبه و اونا گفتن که با بعضی شاخه های طالبان گفت و شنود صورت گرفته، یعنی بیشتر بالای پلان های صلح اتکا دارن، جایی که پلان قبلی اونا که با فشار نظامی میخواین با جنگ پایان ببخشن و در حقیقت مخالفین خدا در افغانستان سرکوب داره. ولی این مسائل صحبت می داریم و لاینای ما مشغول است. لطفاً یک دقیق سوالی همی توی پرسش مختصر و آقای مجاهد صاحب مختصر. بله، سلام علیکم. الو، السلام علیکم محترم خطاب. و علیکم سلام. مختصر میربانی و که محترم محترم خطاب ستا ستا الغازی مجاهد صاحب تا سلام و احترام رام دیکم. طول سوالو نتا سرکل خطاب صاحب خدای دجر در کار تاکر ما سوال دقا دی پرون می مرزو که پا پارسی می ووی چه جنگ و طالبان و ورائی پا دی که تو شک شبه نلیدی دری زره نفر دی امریکا قتل شوند، شل زره زخمیان شوند، پنزو زره لیوانیان شوند، زیادی امریکان باید سر و وکا وبزی. اما دی ما سوال دقا دی مجاهد ورور نه چه جنگ و وگتل شا پس دوگونه به امنیت افغانستان آیا
د مولوی صاحب د د د امیر المؤمنین په شان یو لمنیا تاسو راولای دا غبه د افغانستان خلکو ته تاسو ووایي په پرېختیا سره. او دوام د ما عرض دغه دی چې په دومره تلفاتو کې چې ټول افغانانو ورکړ، دو خاینانو وکیلانو، خاینانو وادیانو، خاینانو وزیرانو تبری ده که کلیه دا دا افغانستان تختی تاسه بی بی تا ایزا کلی که بی نکلی دا افغانستان ملت تا اطمینان وکی. السلام علیکم. و علیکم سلام. و دی ولی دوسته دا څوک چې وایي د روپۍ غلا کړي او تښتي او تښتېدلي دي یا به وتښتي هغوی پیسې بېرته راغلي کوي دا شیان په دې ارتباط کې مننه کوم د ورور له سوال نه. باید په لنډ وویل چې هو الحمدلله افغانانو جنګ ګټلی دی، داسې نن نړۍ را سره ستومانه ده او د سولې چغې او نارې وهي او کله دسیسې جوړوي کله هڅه کوي چې نظامونه واخلي. دا پخپله د دې معنا ده چې دوی نور له جنګ ستړي شوي دي. او تاسې به یاد وي د کال په سر کې ټرمپ نوې ستراتیژي اعلان کړې چې شپږ میاشتې دلته مخکې او تر اوسه پورې هغه ستراتیژي هېڅ کومه نتیجه دوی ته نه ده ورکړې، نو کوم دوی ملموس لاسته راوړنې په لاس کې لري. برعکس مجاهدین لا هم پیاوړي دي، د ژمي په جریان کې سره داسې یخني هغه د ژمي خپل مشکلات د افغانستان د آب او هوا سره شته، ولې بیا هم مجاهدین پرمختګونه دوامداره وساتل. دا په خپله د دې معنا لري چې الحمدلله د افغانستان د مجاهدینو سره د لوی خدای جل جلاله نفت مند او د ملت حمایت ورسره ده. تاسې به یاد وي چې پسرلي په اوایلو کې دوی اعلان وکړ چې موږ به 3000 امریکایي ځواکونه هلمند ته لیږو. هغوی درېښته وویل چې ورسېدل فرا ته بار بار د فرا ولایت دوی بهرني ځواکونه راوړل په میدان هوا کې جګجې کړي، دا به د تفسیرانو ملاتړ کوي، لارښوونه به یې کوي. هغوی ټول ماتې وخوړه. نو دا ډېره واضح خبره ده، زموږ ملت ته د زیر جای ده چې امریکایان ماتې د دوی ستراتیژي هم ناکامه شوې ده، دوی هرې ژبې ټولې ناکامه شوې دي. او اوس لار تر ورکه نه غواړي چې یو رقم ځان ته یو بانه او شی پیدا کړي، یو لار پیدا کړي. خو دا چې فرا تر اوسه معقوله لار هم ځان ته نه ده موندلې، سره له دې چې وارخطا هم دي، سره له دې چې پیسې هم سوسوې، سره له دې تلفات هم ګالي دي او پرمختګ هم نه لري، بیا هم له خپل غرور ډېر نه دي غورځېدلي. امید لرم چې کله غرور به یا نهایي درجه کې وغورځي او افغانان به د سوکالۍ او آرامۍ ته پوه وي. بلې خواته د ورور سوال د امنیت و، امنیت به انشاءالله خامخا راځي کله چې اشغال ختمېږي، د پاکستاني حاکمیت راځي. موږ اساسي هدف دوه دي، یو دا چې ختم شي افغانستان ته استقلالي عادت، دوم د دې په تبه هغه د اسلامي حاکمیت راختل دي. کله چې اسلامي حاکمیت افغانستان ته راغی د ټول خلکو اسلامي حقوق هم کې تضمین دي او امنیت به ټول په سر کې ده. افغانان به انشاءالله بیا د یو سوکاله امن چښتنان کېږي او د هر چا سر مال عزت او نفس به انشاءالله خوندي وي او خپل ژوند ته به پرېښودل کېږي. د دې موږ دا درکو که چېرې زموږ څه له وسه کېدل په دې برخه کې موږ نه سپمو د سر په قیمت هم د ملت لپاره امن او امنیت تضمینوو. بلې خواته د غلو د چورمارانو د توکمارانو هغه سرمایه چې خپلې کړي یا اغلاوې کړي، هغوی سره هغه پرېږدي چې راتلونکي نظام راشي، اسلامي عدالت او حاکمیت راشي، هغوی خپل تصمیم ورسره ولري. ښه نه ده چې اوس موږ افغانان که اغلا کړي وي که چور کړي که څه کړي او خو جنګ او شرارت لاس واخلي، د امریکایي له امریکې له ملګرتیا لاس واخلي او د خپل هېواد د دښمنۍ نه نور لاس واخلي. او باید زموږ مشران او یا زموږ نظام راتلونکی نظام هم یو سره انعطاف ولري. دا بیا هم افغانان دي او هغوی داسې احد ته مجبور نه کړی چې هغوی یا هېواد پرېږدي یا د دې له وجې څوک یې نیسي یا هېواد نی او بل جبهه خلاصي یا بل مشکل ته مجبوره کېږي. ښه خبره دا ده زموږ په ګمان باندې چې د عقل درګذشت او زمینه مسایل چې هغوی البته یو حقوقي مسایل دي چې چا چا په باندې حق پاتې وو، هغه حقوقي مسایل به هر څوک حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي، ملزم کس ونیول شي، حق یې ورکړي. او یو داسې شیان چې هغوی امیر صلاحیت او واک لري، بیا د هغه صورت کې د ټولو هغو کسانو لپاره چې د بدبختیو ښکار شوي دي یا اشتباه شوي یا سهوا شوي یا یو نوه په مشکل کې غورځېدلي دي، هغوی لپاره یو حق واوسي چې افغانان نور د سولې او امن مخ ووینو، د هغې تر چتر لاندې ټول سره ورونه شي، بېرته دا تسلیمي ختمې شي او کوم تضادونه چې منځ ته راغلي هغه له منځه لاړ شي، نور زموږ هېواد ته د ارام. ډېره ښه خبره. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب. و علیکم سلام. برای آقای مجاهد صاحب هم تقدیم میکنم و امی مقامای امریکا به این نتیجه مجاهد صاحب رسیدن که طالبای قدرت است و به قیمتی که میشه باید صلح کنند با طالبا و دولت کابل
هم امریکایی ها شناختن که همه ایشان دوست جاسوس ایران روس و دوست بیت المال دشمن انسانیت و دشمن مردم افغانستان هستند و دشمن صلح هستند. از این خاطر میخواییم که دولت کابل و غلام ها را کنار بزنن و با طالبان کنار بیاین. با شما مجاهد مجاهدم نگفته نماند که بسیار هوشیارانه با امریکا مذاکرات خود ادامه بدهین، انشاءالله به یک نتیجه خوب و مثبت میرسین. اما امریکا خوب میداند که طالبان همه مردم های افغانستان هستند و 85% مردم افغانستان در سراسر افغانستان با طالبان با هم عقیده و با هم نظر هستند. و به امریکا ببین در مذاکرات مجاهد صاحب که زمانی که شما در کابل حاکم شدین به هیچ کسی اجازه نمیدین که سرزمین افغانستان تهدید و خطر برای جهان باشد و افغانستان یک کشور آزاد و مستقل و بی‌طرف باید بود و برای صلح و ثبات در تمام جهان با همکاری جهان و بله کار خواهد کرد. تشکر. شنیدین برادرم؟ و علیکم السلام و رحمت الله. میگم نظریات بسیار خوبی داشتن. تشکر. همچنان انشاءالله ما هم آماده هستیم. انشاءالله اگر افغانستان صاحب یک حاکمیت شد و ایر ما به جهانیان میگم که از خاک افغانستان با کسی تهدید مواجه نمیشه و همه را ما اطمینان بدیم به شمول آمریکا و کشورهای دیگری که تشویش دارن از خاک، جنگ را به پایان برسانند، نظامی خود را بکشند از کشور. البته روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را از طریق های همو راه های نرمال که در میان ممالک جهان رایج است از همو استفاده کنند، با ما تماس داشته باشند، همکاری داشته باشند و هم دیگر را باید درک بکنیم. همه انسان ها نیاز به تعقل و تفاهم داره. ما هم در راه تفاهم انشاءالله که از پس نیستیم و انشاءالله افغان ها خواهان ازیستن با همه دنیا روابط خود بله. داشته باشند. ولی چتر زورگویی و فشارها باید از بین بره. مسئله اجبار ختم شد و همه جهان ما به شمول آمریکا انشاءالله مشکلاتی نخواهد داشتیم. گفته هایی که شما گفتین پالیسی مردم اسلامی افغانستان است و یا آرزوی مردم افغانستان است. بله. سلام علیکم. آقای خطابه سلام علیکم. و علیکم سلام احمد شاه جان. بفرمایید. سلام و احترامات نهایت به برادر عزیز و محترم ما ذبیح الله مجاهد. این صلح صلح نیست، این صلح بازی است. به خاطر ازی که اولتر از همه او را من میگم جامعه ملی را به تمام برادرهای مجاهد خود تبریک میگویم و امی فتوحات سبب شده که امریکا دست به صلح بازی بزنه یک بار دیگه. تیلرسن پس شد رئیس سیایی، رئیس وزیر خارجهش مقرر شد و این یک پلان شومی دیگر نشان میده و اینا میخواین وقت پیدا کنن و تا این خود جمع جور کنن. این قطعا صلح نیست و هیچ وقت به این رقم به این آسانی کفار باطل اشغالگر وحشی از وطن ما نبره. اینا سوال دارم از برادر ما ذبیح الله مجاهد که آیا شما تدبیر برای سهم دادن اقشار بزرگ مردم یعنی رعیت برای مجادله روزمره، مجادله سیاسی و مدنی در شهرها و قصبات برای ندای آزادی خواهی و فشارهای سیاسی عجیب و غریب سراسری و فراگیر در تمام ولایات برای خروج این کافرهای اشغالگر وحشی از افغانستان دارن و این میتونن در تحت کمیسیون دعوت و ارشاد یک چیز ایجاد شوه و این مبارزات سیاسی رو شما فراگیر بسازین برای اینکه رئیس سیایی که مقرر شده وزیر خارجه گپا بدگه رقم تا میخوره. تشکر آقای خطاب. بله. جایی سب شنیدین سوله ما هم سوله که پتیسه باشه، سوله که به مانای تسلیم شدن باشه یا به مانای تطبیق پلان های استعمارگری آمریکا باشه، او را اجازه نمیدیم. هرگز ما با ملت خودم اطمینان میدیم، با افراد خودم اطمینان میدیم، با جهانیان هم اطمینان میدیم که ما فریب تسلیسه ها را نمیخوریم به نام سوله. سوله واقعی را ما تشریح کردیم قبلا هم. اگر آمریکایی ها واقعا میخواین جنگ را به پایان برسونن مستقیما با ما به داخل گفتگو شوند، از راه های سیاسی مسئله خود را با ما حل بکنند و دستسازی نکنند. هر گامی را که ما حس کنیم که دستسازی است و یا نشانه ای را ببینیم که دستسازی است، ما هرگز دور موافق هم نیستیم و اجازه هم نخواهد داریم. و از بخش دومی سوال شما انشاءالله از طریق کمیسیون ارشاد و دعوت ما همچنین تدابیر انشاءالله زیر دست داریم. ملت آلی هم بیدار است، هم هوشیار است، هم دستهای دشمن را درک کرده. اینکه ما رسانه به دست نداریم یا نشرات ما نیست و زیر قید و سانسور هستیم،
که گپ شلایه که افغان ها در میان افغان ها منابر ما و علمای ما مسئولین ارشاد و دعوت ما همه همروزه در فعالیت هستند و مردم خود را هم منسجم میسازند، هم متحد میسازند، هم با خود جمع میسازند، هم شکایت شانه میشنوند. همین سبب شده که فتوحات داریم، همکاری مردم خود داریم، مناطق را با وجودی هم مشکلات پدیدای امنیتی در دست داریم، در کنترل داریم. خودش نماینده ریاضی است که الحمدلله تصویر مورد سامی زیاد است و طبق فرموده شما انشاءالله هنوز هم توجه بیشتر انشاءالله خواهد شد. بله، سلام علیکم. سلام آداب. قیام صاحب سلام علیکم. خوش آمدید. خدمت خودتو یک سلام جدا کنم برای میهمان گرامی مجاهد صاحب تقدیم میکنم. بله. از هم اول سر از خود تشکر میکنم که امی چرا را به تلویزیون میاری که هم واقعا برملا شوه. واقعا قابل تقدیر است. و ما به یه عرش میگذاریم. ما سوالم از مجاهد صاحب گچی تا حال چندین بار روی خط تلویزیون آمده و به سوال جواب میگه خواهم جوابی که قانع کننده باشه لطفا نگفتم. سوال اول از مجاهد صاحب امیست که مصارف را کیا میکن، این وسایل را که در مقابل امریکا به کار میبرن امیر از کجا تهیه میکن؟ اگر از خود امریکایی ها میگیرن و پس از خود امریکایی را استعمال میکنن دیگه ما مردم چرا بازی میتونن خودشان دور یک میز بشن امیر لطفا فیصله کن که زودتر حراج و مراج از افغانستان ختم شود. اگر این را از روس یا از چین میگیرن هم قرار فرموده خودت که روس و چین هم عاشق و چشم ابرو از یا نیست روزی که اگر یا قدرت گرفتن وام پس از پیش طالب های از پیش مجاهد صاحب یک چیز میخواه آیا میخواین که یا افغانستان پس به روس یا به چین تسلیم کن؟ اگر این کار میتون خواهدم و چین روس کرده به مراتب امی امریکا خوبتر است. چرا ما خوب میفهمیم که اگزان کالتوس از ایران خود از اینا ساختن نمیتونن. سوال سیم ایست که امی انتحاری هایی را که ها میکنن خطاب صاحب خصوصا در موجود ها و در تکیه خانه ها یک نفری که برامده که از رای حق حلال نفقه پیدا کنن اینا مردم بیگناه را از بین میبرن و یک نفر کلیش رشتن که تو برو انتحاری را کوب دوستون در جنت میری. اگر واقعا درست باشه چرا امی عمل سر شخص خود انجام نمیتن که زودتر در جنت برن؟ سوال چهارم اگه میره والا صاحب دیدیم که از سال 1996 قیام صاحب 2001 اینا محاکم مطلقان افغانستان بودن یا به اصطلاح پادشاهی افغانستان داده سر جا بود اما قدم بهبود را که یادرهای بهبود وضع غیر یک وضع امنیتی را گفتن میتونم در مالت بهبود وضع افغانستان اینا با کار بردن اگر لطفا مولا بر ما تشریف کن که وقت قدرت در دست ما بود ما این خدمت خوب بر مردم افغانستان کرد. قیام صاحب تشکر خدا بله در سوال های فراوان شد امیره تو مختصر سلام شانه و علیکم سلام میگیم گفتن مصارف شما از کجا میشه؟ مصارف ما را چندین بار ما تشریف داده ایم که ملتی که جنگ میکنه امرای ما همکار هستن و امرای ما در هر مشکل استاد هستن ملت هست که دست ما را گفته یکی ما مصارف بسیار زیاد و گذاف نداریم از تا حد کنترول و محاسبه بسیار دقیق هست و تا حد زیاد شاید در دنیا هم مسلمان ها باشه ملت ها باشه که ما همکاری دارن یا ندارن و از همه که بیشتر ملت خود ما نان خود را امرای ما نصف کرده و امرای ما کمک و همکار هستن از هیچ کشور ما مدیونشان نیستیم و مبارزه و جهادی ما مدیون کمک هیچ کشور نیست و اینم بر شما بگم که در دنیای فعلی هیچ کشور هم نیست که از امریکا ترس نداشته باشه و با ما دست خود پیش کنه اینم شما مطمئن باشید. از طرف دیگر ما در محاسبات خود در مصارف خود قطع شد. به هر حال ما انتظار داریم که دوباره اونا تلفن بزنن و او را می داشته باشیم و یک سوال دیگه از اون لاین پنجم ما. بله سلام علیکم سه. بله خطاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام. سنگه ابرو را جور پاس دستونه زده بطاله سرای مچه نه آقا راجی خو سوال دیو کسی بای اولی کم دلتا زر زر را تو سوال دستی اولی
تا چې زه ورته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او زما دغه احترامات دې وسیله شي نورو استقلال طلبانو ته. دغه خبرې چې ستاسو په صحبت کې راغلی زه ورته احترام لرمه، لږ دې خو دې خوا لاړې، یعنی د هغه موضوع نه چې نن زمونږ په درد خوري او نن پسې خبرې کوو د هغه نه لږ ووته. د نن خبره د سبا خبره نن باید ونیشي. د نن خبره دا ده جناب مجاهد صاحب صلح او استقلال مثلا مطرح ده، هغه څه چې تاسو عنوان کړه صلح د استقلال سره لازم ملزوم ده. یو دویمه خبره دا ده چې تاسو د توپ خبره وکوله چې توپ د امریکا په لاس کې دی. زه وایم نه، توپ د ستاسو په لاس کې دی، په دې دلیل چې د ستاسو د خپلې خبرې په تایید چې تاسو یوه نقطه درلوده چې زه په ډېر امیدواره شوم، هغه دا وه د پاپلان په حق باندې بیا موږ آینده نور پلانونه لرو چې هغه وخت پورې به موږ مقصد ته ورسیږو. یعنی دا چې تاسو نیت دادئ چې امریکا سره په یو نتیجې ورسیږئ چې دا ډېر یو ښه نظر دی. اوس دغه توپ میدان ته ارتباط لري جناب مجاهد صاحب، زه وایم توپ د ستاسو په لاس کې دی، ولې میدان مه ورخوشی کوئ. مهارت د ستاسو چې زه مولوي قاري محمد امان ډېر هغه سابقه سیاست لرونکی سړی چې د ستاسو شاګرد یم. وروره ته بله ورځ بل ورځ قاري وې حسین مولوي سوې د څه رقم سوې. ګوره خبره دا ده چې اوس دا د بل ورور په خبره چې پرون تاسو ورته وویل قیام صاحب خوب قبضه دي او نن یې څه بات کړی، داسې خبرې دي چې خلک اوس تازه شهرت پیدا کوي. پیسې راغلې د هر چا د لانه چې راغلې، خو بیا زه وایم چې هغه چا ویلي وو چې پلار دې سپړو مړ کړو اور دې چې زما د کاره خو یې ویست امریکا خو یې د کاره ویسته. که تا مجاهد صاحب محترم فقط وو د ستاسو مهارت به دا وي چې توپ واخلئ او دوی راضي دي، میدان مه ورخوشی کوئ، میدان هم تاسو ته پاتې کېږي، تاسو پرې روزئ. د دې په خاطر چې ما پرون دا خبره کړې شاید ستاسو غوږو ته رسېدلي چې مخالفینو مجاهدینو وطن پرستانو ازادي خواهانو چې چېرته نور حوصله وکوئ چې ستاسو افغانستان په خطر کې دی، هم به د ستاسو د لاسه دین وتلی وي هم دنیا، چې هلته اشرار چې تاسو ورته شر و فساد وایي هغه حاضر دي، هغه ډېر خبیث انسانان. او ډېره مننه صاحب، خبرې دې واورېدې صاحب. په فارسی ورته وایي په فارسی امنیت تامین شدی، کار بزرگی است که تا حال جامعه جهانی نتانسته 50 کشور دنیا
دنیا نتانسته با جمع هم امکاناتی که دارن این کار خرد و ریزه نیست که تعبیر شود از آن خرد و پشه و کمیت و نمیگم چیزهای دیگر رو بگوید. مسئله دیگه ای بود که ما یک کشور ویران رو برو شدیم، ما کدام اداره منظم را دست نداشتیم، نه امکاناتی وافر را به دست داشتیم که او را بگیریم مصرف کنیم، سرک بسازیم، پل بسازیم، مکتب بسازیم، شبخانه بسازیم، چیزای آسان به دست ما نبود چون همه دزدی شده بود، اختلاس شده بود، شبخانه ویران شده بود، مکاتب از بین رفته بود، مدارس و سرک و هر چیزی قبل از ما کار از بین رفته بود. ما در حالت ترمیم از بودیم که با سیاست ظالمانه دنیا رو بروشدیم، خصوصا دنیا غرب نخواستن که یک نظام اسلامی در افغانستان باشه و ما فشارها آمد و تغییرات اقتصادی وضع شد، بعدا لیستای سیاه جور شد، بعدا فشارهای گوناگون آمد تا اینکه درگیر جنگ شدیم با غرب. این همه باعث شد که جلو پیشرفت گرفته شد و چیزی که در وقت ما در امن بود، امنیت مردم بود، عزت مردم در جایش آمد و همچنان مردم افغانستان از تجزیه نجات یافت، تقریبا در خطر تجزیه قرار داشت و افغانستان از جغرافیش در حالت نابود شدن بود، او را ما نجات دادیم. بسیار کار بزرگ و کلان است، شاید شما در ما نمیدانم در کنین یا نکنین، ولی افغان ها که چیزی را به سرشون خود ایجاد دیدن آنها درک میکنند. ببخشید. بله سلام علیکم سه. الو بله بله سلام علیکم سه. جناب خطاب سیبر زیاد آبید. و علیکم سلام، بفرمایید. فرارسی نوروز، اولا به شما ما تبریک میگم، هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز. تشکر میروان. آقای خطاب سیب محترم، ما البته درود و پیام نمیفرستم با آقای مجاهد، ما خدمتان عرض کنم که این گروککای ساختای نظامهای استبدادگری انگلیس و امریکاس و به نام مجاهد و به نام داعش و به نام طالب، اینها همان گروه هایستند که تیشه بر سرزمین ما میزنند، معنویت کشور ما را تاراج میکنند. بودن اشغالگرای امریکا زمینه امین جنایت از اینها است که امریکا و انگلیس در کشور ما باید باقی ببانند. اینا چی دستاوردی دارند؟ چی در حقیقت تیوری در کشور ما دارند؟ اینا جز سلاح خانه و کشتارگاه ها را در حقیقت سخنگویش هستند. آیا تولید داخلی از اینا برای کشور ما چی است؟ اینا ضد زن، ضد معنویت، ضد انسانیت در کشور ما هستند. آنانی که گلون پاره میکنه و از گوشه و کنار اروپا این را مجاهد و برادر مخاطب قرار میده، تعوین به بشریت انسانیت است. سوال شما صاحب در این راستا چی خود؟ آقای خطاب، ایشان چی صحبت را ما بایی بکنم؟ اینا که تاراج میکنن اینها ناموس ما را به عربستان سعودی و به فرزندان کشور ما را به پاکستان و به امریکا میفروشن. در کشور اسلامی شما پیدا کنین در کدام کشور اسلامی معنویت وجود داره؟ در کشور اسلامی خراسانی شد کجاست دموکراسی؟ همین چهرهای منصوب آقای خراسانی رهبر قرار میگیرن، آقای خراسانی همین زویالای مجاهدی که سلاخانه در کشور آقای خراسانی آقای خراسانی همین چیزایی که خودت میگی این درست نظر خودت است. ما میگم اگر قرار بود که یک مهمان باشه و شما را ما دعوت کنیم که یک سوال کنیم، او چی خواهد بود؟ سوال ما این که ما با معنویات با صحبت کنیم، با علی اون او را بانین این ملت افغانستان صحبت کنیم. با خودت صحبت میکنم که خودت در حقیقت به عنوان یک انسانی که لباس معنویات انسانیت به جانت است، او کی است؟ مسواک در سر جیبت نیست، پشم و ریش و شپاش و چتلی و کثافات در وجود تو نیست، تو از معنویات صحبت میکنی، من با ایشان صحبت میکنم. خود چتیات گفتی تو، چند دفعه برای خودت موقع دادم در تلویزیون ها در تلفون ها ظاهر میشی، چیزای از دهن خودت میبره که خودت اصلاح کنه خداوند. نه نمایندگی بدخشانی رو میکنی و نه خراسانی رو، یک طعنه هستی برای هر طرفی که خودت منصوب شدی. یک چند سال است که تو شبش وارد در تلویزیون ها خودت پیدا میشی، هیچ گپی خودت معلوم نیست. خدا خودت هم اصلاح بسازه و توهین است برای افغان که همه تو یک افغان اونجا که الان که ریش است و که چطور است و صاحب و توهین است به دین و که ما با او مخاطب نمیشه، مال خودت چی کاره هستی؟ امی کانادا نشستی برادر، جز چتیات دیگه هیچ چیزم کار خودت نیست. کمی احتیاط کنین وقتی در یک تلویزیون داخل میشین که با چه قاعده با محبت من برای خود رفتار کردم. کلی خودت دیگه بیادر از این کرمکا پر از که هر کرم که شور میخوره چتلی باد میکنی زبانت میبره. بله سلام علیکم سر. بله
علیکم السلام. السلام غفوری صاحب، خیر و خیریت شما. علیکم السلام. بفرمایید. سلام و ترامات خدمت شما، خدمت میمان شما، ذبیح الله مجاهد تقدیم نموده، صحت سلامتی و موفقیت شما را از الله جل جلاله استدعا می نمایم. وعلیکم السلام، بفرمایید. من سوال من از جناب ذبیح الله مجاهدی است که جناب مجاهد صاحب، شما به تاریخ 18 جنوری از طریق تلویزیون پیام افغان وساطت صلح برای نجات و وساطت صلح بین تحریک طالبان و دولت امریکا را توسط رهبری حرکت صلح برای نجات افغانستان پذیرفتید. لطفا بگویید که به وعده تان وفا میکنید یا خیر. سوال دوم این است که بعد از آن که وساطت حرکت صلح را قبول نمودید، آمریکا و حکومت کابل بدماشی را شروع کردند. شما در مقابل چی تصمیم دارید؟ آیا شما به نام مذاکره به اشغال تسلیم می شوید یا خیر؟ تشکر از شما. تشکر از شما. مجاهد صاحب شنیدید؟ بله. و علیکم سلام میگم به سلام غفوری صاحب محترم. بله، ما از هر آن اقدام و از هر آن گام استقبال میکنیم که او باعث میشه اشغال را به خاتمه ببخشه و همچنان رای تفاهم واقعی را مساعد بسازه. در اون جمله اگر به شمول کسای هر کسی که باشه، افغان ها باشه یا کسای دیگر از دنیا، باید شود سعی و کوشش آنها که امریکایی ها را متقاعد بسازه تا راهی جنگ را قطع بکنن و گفتگو بکنن. میگیره ما همیشه گفتیم در اساسنامه ما است که ما راه گفتگو را با کسی که بدیر هستیم یا در مقابله هستیم و دشمن ما در ضمن جنگ با آنها صحبت هم میکنیم. به این راستا اگر هر کس همکاری بکنه ما این را میپذیریم، سالیسیتشان هم میپذیریم و گفشان هم انشاءالله جا خواهد بود. و این که باز آنها را جانب مقابل نپذیرفته یا نتانستن آنها را متقاعد بسازن، این ارتباط ما نمیگیره. باید با آنها مراجعه کنیم که چرا آنها را میخواهیم در کشور صلح بیان یا چرا نمیخواهیم جنگ را ترک بکنن یا رای جنگ را تغییر بدن. این سوال راجی به ما نیست، راجی به که جنگ را با ما تحمیل کرد. بله. سلام علیکم. بله سلام علیکم. واسه شب گل سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. زنده باشیم خدمت شما و مهمانتون آقای ذبیح الله مجاهد. اولا خب ما از یاد تشکر به این دلیل میکنم که پالیسی حکومت های کمونیستی گپ دادن با بر مبنای دروغ استوار است. صلح گفته گفته میروند، خب تا وقتی از یا با پایان برسه خوشبختانه. طالبا حرف این حکومت خائن است نپذیرفته. ما از اینا یک خواهش داریم که اولا این حکومت و اینایی که در رأس قدرت هستن محاصره و مهار شوند. در غیر از او مثل ظاهرشاه، مثل همین کمونیست های خلق و پرچم و خادیست ها یا میرن باز با مردم مزاحمت خلق میکنن دیگه. ما میخواییم یک صلح دائمی باشه. یکی دیگه صاحب که در این سوال من در این چند کلمه ختم میشه، شهر کابل مردمی از نظر من قابل ترحم نیست. املاک و دکان ها و منازل و بیت المال همش غصب است. وجب به وجب شهر کابل این رزیلا صاحب غصب کردن. اما باز هم شما باید همین موترهای جنایتکار ها، همین شیشه سیاه در هر جاده رفت آمد داره. یک جنایتکار آسیبی نرسیده. حتی مردم و ملت بالای طالبا مشکوک است که میگه یا همراه همین طالبا با همی حکومت هم دست هستم یا پول میگرم یا بر وسیله مردم بیگناه را میکشم. اگر شما در 20 نایی شهر کابل در هر چهارایی 4 تا فدایی که میشه 80 نفر اقدام نظامی صورت گیرد، من فکر میکنم تمام ملت با پا بخیزه، چون از این حکومت به سوتو آمده، با شما همکاری میکنه، این حکومت سرنگون میشه. والا راه شمالی و جلال آباد از جاتسون و رنجر پر میشه یا میگروزم و اجازه ندیم که یا بگذار در غیر از این سر بگی از پیشتان فرار کنه و شما داخل کابل شویم، اون کامیابیتان به درد ملت نمیخوره. نمیفهمم از صحبت های من چیزی حاصل شد یا نه. بسیار تشکر از شما جناب خطاب سر. تشکر عظیم جان، خوب سوال شنیدین. سوال عظیم جان سر. بله سوال برادر عزیزم. طبعا ما کوشش میکنیم کسایی که جنایت کرده یا خیانت کردن یا درگیر جنگ با ما هستن یا در خدمت آمریکا هستن، جزای زوار میتیم، کوشش میکنیم. ولی فرموده برادر که اما از یک سر بکشیم یا نبذاریم چه قسم شما باز با دفعه های دیگر را لازم نیاره. خوب است اشغال به پایان برسه. موضوع اصلی و اساسی اشغال کشور است.
بعدا جنایتار جنایتای بعدی رو انشاءالله زیر محاسبه میگیریم. ولی اکنون هم دشمن درجه اول و درجه دوم بود زیر تهدید است، آنها شور خورده نمیکنند، زیر هدف هم هستن، زیر کشتار هم هستن. انشاءالله کوشش میکنم در پلانهای نظامی خود هنوزم دقت بکنیم و کسایی که مضر هستن از بین برن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله جناب خطاب صاحب. سلام مجدی صاحب محترم. سلام علیکم. خوش آمدید. جناب محترم خطاب صاحب، اول حضور شما و حضور تمام شنوندگان تلویزیون پیام افغان و مخصوصا حضور جناب محترم مجاهد صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تقدیم میکنم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته صاحب. بعد از این من طریق سعی می آرم بجا لیس الانسان الا ما سعا. ما می خواهیم که از جناب محترم ذبیح الله از قلب تشکری کنم که همونطور که غفوری صاحب گفتن با روز پنجشنبه تاریخی 18 ماه جنوری وساطت حرکت سال برای نجات افغانستان را پذیرفتن، با الفاظ بسیار محترمانه، با الفاظ بسیار عالی تایید نمودن و به ما بیچارا کمال احترام گذاشتن. خداوند عزت شده داشته باشد. کسای نگویند، انتقاد نکنند، مثل که یک نفر صدای خود کشید، احترام جانبین است، الحب لله و البغض فی الله. وقتی که مجاهد با قدردانی از ما حرکت کرد، کمال برادری خود را به اساس قرآن به جای آورد، ما هم کمال احترام و عزت شده به جای میاریم. جناب محترم مجاهد صاحب، قبلا از گفتار شما و تاییدی شما و بعدا حرکت صلح برای نجات افغانستان همراه مقامات امریکا دفاتر مختلفش تماس گرفته بود و تماس گرفت. بعد از استراتژی ترامپ، قسمی که وانمود کرد کل دنیا فهمید و شما فهمیدین، مکتوبی که به شما روان کرده و ما هم روان کرده، تشکری کرده و گفته که شما را ما به رسمیت شناختیم و شما توانستین که پناهندگان پنج قاره دنیا را با هم جمع کنین، صدای صلح بالا کنین. صدای صلح بالای مخالفین دولت افغانستان باید بالا کنین که یعنی شما باشین. به هر صورت امریکا میخواهد که صلح پراگنده بسازه، صلح به دامان کابل بندازه و شما را بدون قید شرط تسلیم کنه. یکی صلح است، یکی تسلیمی بدون قید شرط است. تسلیمی بدون قید شرط ما هم نمیخواهیم، هیچ مصلح دنیا او را نمیخواهد، به این که او صلح جاهلانه است، او صلح صلح واقعی نیست. بنابراین صلح پراگنده میکنن، گاهی با تاجیکستان، گاهی با ازبکستان، گاهی با کابل، امروز سبا با دیگر جا پراگنده میسازن تا وقت به خود غنیمت کنن. عرض موضوع شما ایست که آیا وقت از اون نرسیده که شما رسما حرکت صلح برای نجات افغانستان را تایید کنین و ما را وسیله واسطه بسازین تا شما از رای خود و ما از رای مدنی که اینجا با اینا نزدیک هستیم صدای صلح بالا کنیم و اینا را مجبور بسازیم که در افغانستان صلح بکنن؟ اگر شما در میدان نمی بودین، اینا یکقدر به صلح پابند نبودن، افغانستان اشغال کرده بودن. والا که صدای صلح بلند میکنن، معلوم دار از کل افغانای ما، از زنگایشان معلوم است، هر کس میفهمه، یک انسان جاهل هم میفهمه. تا وقتی که زور نباشه، جانب مخالف، جانب قوی به صلح حاضر نمیشه. بنابراین ما را گفتن که شما منتظر باشین. این منتظر گفتن یک دو خواست به اصطلاح بچه های کابل، این یک فریب است. اگر زورش به شما برسه، انتظار ما به جایی نمیرسه و اگر با شکست مواجه شدن، شاید به ما مراجعه بکنن. بدون از اینکه وقت تلف شود، بدون از اینکه افغان ها به شهادت برسه، وطن تباه شود، آیا وقت از این نرسیده که شما رسما وساطت ما را قبول بکنین، مکتوب بتین، بیانیه بتین تا ما از راه مسالمت آمیز و مدنی، چنان جناب خطاب صاحب در راست همی گپ قرار داره، سخنگوی حرکت صلح برای نجات افغانستان است، همیشه این گپا رو گفتم، به گوش مردم رساندم و ما زنده هستیم و ما فعال هستیم و ما پیش دایه میگردیم تا وقتی که خدا بخواهد صلح بیاره. دوم از اینکه راجع به اساسنامه، یک دوست ما گفت که اساسنامه کارش بسیار مشکل است ساختن، چنانچه امریکا با تمام قدرت خود در یک سال استراتژی خود ساختن نتانست. جناب محترم ذبیح‌الله خان مجاهد، ما اساسنامه صلح ساختیم، اگر کدام آدرس من به شما بتین، من حضور شما روان میکنم. ما صلح را نمیخواهیم که در تسلیمی باشد، ما صلح با عزت، با
مقدس در افغانستان میخوایم تا تمام ملت افغانستان تاریخی آرام باشن. بله جدی سر، اگر شما کدام آدرس بتین ما لایه و اساسنامه رو حضور شما روان میکنم. امیدوار هستم که احترامات برام بپذیرین. من شاههای مجددی هستم و همه سوالی که کردیم که میشه که وساطت ما را رسمی شما قبول کنین تا اینا مجبور شوند. شما در گفتار دارن اشاره کردین اینا ما را پشت نخوت سیار روان کردن، گفتن منتظر باشین. تا چه وقت ما منتظر باشیم؟ امیدوار هستم که شما سوالات ما شنیده باشی و وقت ضایع نکرده باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات او با امان خدا. و علیکم السلام. صاحب برادر بیرین شاگرد قدر شما را اجازه میده استاد احترامتان دارم. 5 دقیقه شما صحبت کردین، لکچر دادین به رئیس راه نجات و صلح برای افغانستان. شماری مجدی صاحبم اگر اونجا بود فرزاد جان پخش کنین که مجاهد صاحب شاقه مجدی صاحب بودن. بله خبر دارین. سلام خود را با مجدی صاحب بازان تقدیم میکنم، تشکر میکنم از سعی و احساس و ما قبلا هم گفته بودم که ما هر وساطت را میپذیریم که وساطتم به خاطر صلح باشه و اقدامات واقعی باشه. خوب است مجدی صاحب شان درک کردن که آمریکا میخواهد صلح را دسیسه بسازه، یک نوع افغانه بسازه، یک نوع اما وقت جنگی خود را دراز بکنه. این خوب است که درک کردن و گفتن از طریق تلویزیون شما هم به افغانها اعلان شد. به خاطر فعالیت های بعدی محترم مجدی صاحب، ما با مجدی صاحب مشوره میتونم که امارات اسلامی افغانستان دفتر سیاسی دارن، آدرس دارن و تماسهایشان هم هست که من میتونم با طریق شخصی هم اما تماسها را قائم بکنم. شما با آنها نزدیک شوید، انشاءالله اما هنگی صورت بگیره، آنها هم موافق شان هم و اساسنامه شما را میبینه و کار طریقه شما را هم میبینه. امارات اسلامی افغانستان از هر او اقدام خوش آمد میگه که او منجر به صلح واقعی میشه، منجر به آزادی کشور ما شما میشه. ما اقداماتی هر افغان شکری میکنیم و حمایت میکنیم. در اکنون ما بیشتر چیزی گفتن میتونم بخاطر که مسائل همه تقسیم شده و وظایف تقسیم است. من یک سخنگوی هستم، طبعا امارات اسلامی افغانستان بخاطر مسائل سیاسی دفتر جداگانه داره و کمیسیون جداگانه داره، مسئولین داره. آنها مسائل شما را راجع میکنیم، شما هم در تماس شوید. انشاءالله روی یک تفاهم میشه راه های خود را جستجو کنم. شرالا بله. سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سید. سنگه یورو رو چوک بخیر خیر جورو سه. سلام خود با شما با جناب غازی مجاهد صاحب سخنگوی آزادی خواهان، که آزادی خواهان دو سخنگو داره که هیچ کس دیگه بدون از اینا در مطبوعات اجازه صحبت کردن نداره. و مجاهد صاحب ما همیشه در میدان سیاست، در میدان جنگ ما بردیم، اما همیشه در میدان سیاست ما باختیم. ما با امریکا که وطن ما را اشغال کرده، بالای اطفال ما را قتل عام کرده، بالای ناموس ما تجاوز کرده و همچنان به بانی امی تروریسم با امی زبالای اتمی شانه یعنی سلاحای شیمیاوی سمی یورانیم رقیق علی مردم ما، بالای مردم ستم دیده ما توسط بمبایشان اینا را زهر پاشی میکنه. ما با اینا کدام معامله تجارتی نداریم که با اینا صلح کنیم. امریکایی ها بدون قید شرط باید وطن ما را ترک کنند. مومن صاحب، مومن صاحب نماینده طالبا سخنگویش نشسته، خودت گپ میزنی. اجازه بدین من چیز میکنم، سوال خودم میکنم. آله که مجاهد صاحب، مجاهدین ما عراقتای ساخت خودشان که خودشان ساختن، اگر این همی تو که امریکایی ها این زهر پاشی میکنن، این هم مواد کیمیاوی را در همی پایگاه بگرام و شیندن و ایجا اگر بزنن، آیا امریکا توان اگر این هم وطنان ما همی شورای نظار اینا همی سپر و بازوی امریکا نشن؟ این امریکایی ها یک هفته در افغانستان همی توان همی اقامت کرده میتونن؟ این یه سوال مستک. بله مجاهد صاحب سوال مومن صاحب شنیدین. بله تشکر میکنم از مومن صاحب محترم، هم سوال خوب کردن و ما تمام های را جستجو میکنیم که منجر میشه به خاتمه اشغال کشور. صلح هم که گفته میشه صلح با این معنا نیست که ما یا خدا نخواسته تسلیم شم یا از آرمان های بزرگ خود پیر شم، از استقلال و
حاکمیت اسلامی. بله. که در اون صورت ممکن است که آمریکایی ها خواسته باشن و ما به خاطر اینکه ملت ما همیشه به نام صلح بازی داده میشه واضح کرده باشیم که ما در راه صلح نه صد راستیم و نه هم مزاحم، بلکه ما طرفدار هستیم، ولی جانب مقابل زورگو است و از بدماشی کار میگیره و از فشار کار میگیره، از دسیسه سازی کار میگیره. این ما روشن کردیم. مومنت محترم گفتم که عملات خود را پیچیده تر بسازیم و تا بعضی از مواد را استفاده بکنیم. خیر بر شد انشاءالله وال زمان از روی که امریکا بدون کدام راهی نو با شکست مواجه هستند. ما تمام تدابیر جنگی خود را و طریقه های نظامی خود داریم. بعضی از آنها اسرار از بعضی محرمیات است که گفته نمیشه. طبعا ما همه را به خرج میبریم که انشاءالله منجر به شکست خارجی ها میشه. بله. آنها و خاطر هستند در میدان نبرد باختند. بله. و کم زمان افتله میخواییم افتله بکنیم. انشاءالله شکست میخورن و کشور ما رو آزادی میکنن. بله. بله. سلام علیکم. الو. الو. سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام. مهربانی تو مختصر چون وقت مبارک. بله. و علیکم سلام. شما صحتتون خوب است انشاءالله. تشکر. سلام به آقای مجاهد. اونا میشنوه صاحب. شما مهربانی کنین یک سوال اگر لطف کنین. من سوال من از آقای مجاهد امیر که آقای مجاهد تنها افغانستان مد نظر داره یا از وضع دنیا هم خبر داره؟ امروز که ما دنیا رو میبینیم، دنیا به یک طرف دیگه میره. سیاست جهانی یک سیاست بسیار خراب در موقع خراب قرار داره. امروز اما بین آلمان 92 فاشستا عذاب سیاسی سناتورایشن نموین پارلمان آلمان داخل شدن. ما در مسائل سیاسی آلمان، سیاست آلمان یعنی اشتراک دارم در احزاب سیاسی بینا کار میکنم و امروز دنیا به یک شکل شده. ایتالیا امروز فاشستا روی کار آمد، در پولند امروز فاشستا روی کار آمد، چهار طرف روسیه رو اینا علقه کردن، جنگ جهانی اینی بوش میایه. اما ما از خداوند آرزو میکنم که نبیایه. اما راجع به افغانستان که ما میخواییم که راجع به افغانستان امروز رو بکنین، افغانستان ما امروز به دست از یک افرادم آورنده از اینا همین بی اتفاقی خود مجاهدین بود. اگر اینا با همدیگه میشیشتن میساختن به هر شکلی که بود، از امروز اول بوسا رفته بودن، امروز این بدبختی رو اینا نمیوردن. امروز همین بدبختی رو که امروز ما میبینیم بیادره گل ما بیادر 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 سوال نمی کنین. مجاهدین تو کد که آلمان تو کد که خراسان تو کد یکمه که امید وقتی تلفون همی وردارین قبل از او ببینین که چی می خواهین بگوین. شما همو وقتی تلفون زدین باز قرار بعد از او می خواهین یک چیزی رو پلان کنین. بله. سلام علیکم سید. السلام محترم صدیقی صاحب. خیر و خیریت. خوب هستید ان شاء الله؟ الحمدلله. چال چه احوال صاحب؟ صحتتان خوب است؟ سلامت باشین، زنده باشین. بفرمایید محترم. محترم خطاب صاحب میشنوین گپ مرا؟ من میشنوم. هم تلویزیون گلش کنین صاحب محترم. آها ببخشید، من میخواستم که خلاصه ببخشید نسبت همی مشکلات صحی من نتونستم در وقتم روی شما صحبت کنم. پیشتر همی صحبت امی خراسانی سب یک ذره مرا به بسا ستوه آورد به خاطر از این که ای آدم خوشما خبر دارین الحمدلله خوبتر میفهمین که یک سر آیات مبارک قرآن و سر احادیث پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ای بسیار انتقاد میکرد. یک آدم دهری و به اصطلاح که هیچ از بمو انسانیت و چی احترام نداره. آفرین به حوصله شما کمه تو انسان هم میمانین که گپ بزنه از امو شرافت و انسانیت شماست. خلاصه من گپ بسار کشال نمی کنم. ما میخواییم که همه قدر بگوییم که امی خراسانی دمی وقتی که امی امارت اسلامی برقرار بود در افغانستان در کجا بود؟ ای عدالت که راستی هم در اون وقت بود در کجا بود؟ ای از چی؟ از چیزها کدم و ننگ ناموس مردم بسار زاد پیش مردم افغانستان و پیش هر مسلمان بسیار قیمت داره که امنیت بود، سر ناموس مردم تجاوز نمیشد، سراسری امنیت 95% بود. در وقتی آقای خراسانی در کجا بود؟ به هر حال بسیار افهم میخواییم که پیشتر همی محترم شاقا مجددی هم بسیار صحبت کردن
به هر حال ما احترامات خود برشان میرسانم، گرچه نابر ما این در کابل بودم، من یک دفعه تلفن کرد، من مریض بودم نتونستم کراسی هم امرایشان زیاد صحبت کنم. دیگه فقط عرض معمیز خدمت شما و احترامات خود به محترم مجاهد صاحب هم میرسانم. خداوند عالم روزی را برسانه که همه اما عدالت اجتماعی و انسانیت و همه چیزا در افغانستان برقرار شوه و همه مردم افغانستان یک شوه و در افغانستان یک امنیت سراسری بخیر شوه و بخیر عافیت همه وطن پرستا و همه مردم افغانستان مطابق امو آرزوها و امیال خود به صلح و امنیت بخیر زندگی کنند. تشکر خدا. شکر صدیقی صاحب گل، ما معذرت میخوایم ولی احوال صحتتان نگرفتیم، ما را معذور بدارین. انشاءالله تلفن میزنم براتون صاحب، خداوند شما را شفا بده، طول عمر نصیب کنه، یک شخصی بشه نیکی هست. و همچنان ما میخواهیم که یک سوال کنم از آقای مجاهد، احترامات ما را قبول کنن که آیا همین دیگه حلقه هایی که بخاطر صلح و بخاطر آزادی و یا کسایی که هستن کنا شاید به زعمشان خلاف اموچی منافع افغانستان باشه، اینا میخواهند که با اونام تفاهم کنن؟ یعنی اینمی سوال ما از محترم مجاهد صاحب است. بله تشکر سر. شنیدین سر؟ بله از سر چیزه ما هم تشکر میکنم، خداوند صحت برشان نصیب کنه. منظورشان اگه ای است که بعد از ختم اشغال با جهتهایی که مخالف هستند در داخل و آنها هم یک تفاهم ما طرفدار هستیم، یعنی اگر منظورشان همی باشد بله ما نمیخواییم با هیچ جهت در داخل با افغانها و مشکلی باقی بمانه و افغانها پس از چکلتی اختلافات کردن مشکلات را دیر کردن و کافی است. وقتی همدلی و همبستگی رسیده و وقتی اتفاق و اتحاد رسیده، اشغال افغانستان اگر با پایان برسه انشاءالله ما طرفدار تفاهم بین هم افغان ها هستیم با اتفاق و اتحاد افغانستان اعتقاد داریم و این اهمیت میدیم و انشاءالله به خاطر این کار خواهد کردیم و همه مسئولیت های خود را تا سر خواهد رساندیم. بله سلام علیکم. کار خطاب صاحب از سنگ قدیش جوردید اوز ودان مجاید صاحب خدا جلا وله صاحب پاکی وای بیادر ده طالبان و ده شروع ده حکومت سخه درد من پوری ماستا سی دیر مرکی ده گرد آوری دلی دی این سوال پیدا که دون جامعه اگه دلی دیو پا وقت که بنا تاس دارس جامعه مرکی که وله لی شو اکیان سوال پیدا که ده باز ما ده تخریشی سوالون دی ده تکلیف دی مریضان دی لکه خورسانی رالی ده بدو مزوغانی که ساسا توضیحات خوارم یو تا چیزی ده مکتوب لکلی دی مالی اندونیزیات دیر جامعه دیر کامل ده بدا سنگ ده گر افغانستان ده خبر سی ساس آیات ضرورت است دیر کامل مضمون ملکلی دی ده مخط ملکلی دی ده مومن صاحب کور ودان اغای نشر که ما هو ہے گر چخیل قوم چه دا خط هو ہے دوام نن ده پاکستان ده اخبار که نووی لی چه مردکا وای چه مونه بر قدرتی و ده مونه احساس ده کم طریق و چه مون مستقیم ده طالبان سر خبری و کو طالبان دی ده افغانستان ده کسیب بخمه ده لر راسی مصر خبر دیو که حتی دیوای ده شمالی کوریا سر مور ده غربی کوریا پس از سلا وار خبری و که ولی ده مور غرور دی امور یا بر قدرتی چه ده خود چطور احمقانه و خبره ده ده او چه ده طالبان تا مجاعت واقعیم پاکستان ندغه روسان اون بسل احساس ده کم طریق آوه نو ده مجاعدون سر خبری در پای نوکر ده او چه پا پاکستان یاغه کراداد و سسولی ده جنو که مندغه ده پر سسلا وقت ده پا دی بارا کسا معلومات سک ده اندونیزا خط خود دیر جامعه او د امریکا دا خوښتنه ډېره بې معنا او پوچه ده رښتیا هم شکست خوړلې دي چې دوی اوس وایي بابر قدرت دی بابر قدرت خبر نه سره کو کور دې ودان ډېره مننه دا مزامات کار دې ساته ښه مننه مهرباني وادي ورېدې څه بلې سلام علیکم سلام وایم سلامت اوسې بلې امریکایان موږ درکړې دي چې هغوی همدا غرور نیولې دي چې دلته په جنګ کښې خو یې ماتې خوړلې غواړي د خپل غرور وساتي جنگ نشي ګټلی نه دی ګټلو توان لري د غرور دفاع کوي ولې موږ هم غرور لرو موږ اسلامي غرور لرو موږ افغاني غرور لرو دوی د داسې چا سره په جنګ نه دي اخته چې هغه د نړۍ بل هېواد دي او دغه شیانو ته اهمیت ورنه کړي له موږ بل غیرتي قوم او مېړنی قوم په نړۍ کښې نه شته یا ډېر کم دي او امریکایان له موږ سره په جنګ کښې اخته دي نو دوی باید پوه شي چې دې ته مو مجبورېږي چې زموږ سره به خبرو ته کښېني یا به خبرو ته کښېني یا به زغري لکه د ویتنام نه نو موږ څنګه لار نیولې دي او بارزې لار کامیابه دي انشاءالله دوی به پخپله غرور ماتېږي
او دل هر خبر هدی وای مار که سمر کوب ناشتی کل که غار تاوره که یا مجبور در سیخ کنو دای هم مجبور در آسی غار تا نجیسی ری کل نهوزی اتمند انشاءالله بله سلام علیکم بله سلام عزیزم خدمت شما سلام آقای رئیس محترم سلام چهال دارین صدتان خوب است انشاءالله تشکر سلامت باشه خوش آمدین ما دیر صدای مبارکتان نشنیده بودم خدا کنه صدتان خوب باشه باور کنین آقای خطاب من امن کما که تکلیف داشتم خب خداوند شفا بده تان صاحب خدا خداوند نماز را قبول نسازه که خیر و صلح وطن نخواهد بله بله چیزی خوب است خداوند کریم بده من دو سوال از جناب محترم مجاهد صاحب دارم بفرمایید سوال اول ما این است که شما زمینه اشغال امریکا و ناتو را در افغانستان فراهم نساختین اگر شما هم مثل آقای حکمتیار صاحب بین با مردمتان بپیوندید دیگر با هم بین امریکا نمیمانه خون میره پشت کار خود دیگه چی با نداره و سوال دوم من این است که اون دو گروه دیگه که از شما اشعاب کرده ملا رسول است بخیر ملا عبدالمنان و گروه داعش اینا شما را برحق نمیدانن نگه شما نوکر روس و امریکا و روس و ایران و پاکستان هستید شما درباره زیر چی نظر دارین این دو گروه دیگه اون شما را برحق میدانین اونا هم خب هدف شما و اونا مشترک هست من تا این تو یک اختلاف بین شما هست یعنی می دو سوال برای شما جواب بودین تشکر از شما. شکر رئیس محترم رئیس های بودن سوال های شان شنید سلام میگم به سلام میگم سوال های شان کنسان شما زمینه را مساعد نساختین نه خیر یکی بهانه سازی است مستکبرین که میخوان یک کشور دیگر از زیر سفیره خود بیارن آنها نیاز به زمینه سازی ندارن بهانه سازی میکنن خودشان ما زمینه را اگر مساعد ساخته باشیم شما میتونید بگوین زمینه را ما ساختیم اگر نظام اسلامی را ساختن زمینه است یا کلمه گفتن و مسلمان بودن زمینه است از ما که قبلا همین صورت گفته و اگر باز شما میگین که اشغال امریکا به خاطر این شده که ما یک طرف فراهم کرده بودیم این نظر درست نیست شما اگر متوجه باشین اتحاد شوروی افغانستان که بالای افغانستان اشغال کرد خیر زمینه زور هم باید بودیم که مجاهدین و خصوصا حکمتیار ساخته بود آنها بغاوت کردن علیه همون نظام هم وقت باز شوروی وقت آمد دیره ما نمیگیم ولی فکر گفتمان شما باید امیره ما بکنجریم مسئله دیگه ای است که آمریکایی ها خودشان در منطقه اهداف داشتن و اهداف شوم خود را میخواستن به دست بیارن اشغال کردن با نکیوی کردن نظام اسلامی در افغانستان نمیخواستن و ما مجبور بودیم آرمان شهاده خود را قایم بکنیم نظام اسلامی در افغانستان داشته باشیم آنهایی را زمینه دانستن یا بهانه دانستن بالای شورش آوردن باید یک سوی تفاهم صورت نگیره و خطا را درک بکنه هدف دومشان که بگم دو گروه دیگه انشعاب کرده هیچ کس الحمدلله در نارد اسلامی افغانستان انشعاب نکرده چند تن به نام یک نام و دیگر نام گاهی وقت ظهور میکنن در مطبوعات یا بعضی از کلیپ ها آنها در دست استخبارات اداره کابل هستن میالی هم به دستور آنها حرکت میکنن به دستور آنها گت میزنن و به دستور آنها اتهامات میبندن اتهامات را که غرب میگه و اتهامات را که اداره کابل گفته و اتهامات را که 16 سال دشمن های ما گفته آنها هم به ذهن خود میرن که اساس نداره و کدام نیرو و قدرت هم ندارن کدام جای هم به دستشان نیست و کدام پیشگی هم نکرده اصلا دسیسه استخباراتی است طبعا در مقابل یک سطح واحد و منظم طبعا استهام ساخته میشه کسایی که خود را منشعب میگن و جز از دسیسه ها هستن که استخبارات طرح کرده و پیروز نمیشن ما اطمینان میتونیم به تمام ملت که آنها شکست خوردن و آنها ناکام بله سلام علیکم السلام علیکم خدا صاحب محترم و علیکم سلام جناب محترم به تایید آقای مومن بگویم که واقعا مسلمان ها در مجموع از سیاست دور ماندن یکانه کسی که فعلا تاندازه موفق است اردوگان است که موفق است و اینا باید بفهمند که بعد از 11 سپتامبر تمام اهل تصنع تحت گلوله دشمن ها تحت اصلی دشمن ها اینا کشته میشن چی در سوریه چی در عراق چی در افغانستان و اگر واقعا امریکایی ها میخواستن خمجایدین سر قدرت در اول آمده بودن کمکشان میکردن
و بعدا چرا شما را کمک کرد که بین در افغانستان مدت چند سال شما در اوجه بودین؟ چرا شما را کمک نکرد؟ فلهازا امریکای ها نمی خواهد که مسلمان ها را کمک کنه، باید در افغانستان می خواهند که سکولار یا چپی های این کس ها بیاید، مثل که در عراق آمد، در الجزایر آمد، در بسیاری ممالک ما شما شاهد هستیم به چند سال. و آمدیم راجع به این که تا چی وقت شما مثلا از رای فروش مواد مخدر یا از رای که شما اصلا می خرین و به توسط از او قدرت نمایی می کنین و این طرف هم بالای دولت افغانستان هم مفت برای خدا کس نمی تا بالای دنها هم می فروشن. دیگه من شما خواهش می کنم که کفایت میکنه 14 سال دستتان در خون ملت افغانستان دخیل است، ملت بیگناه، ملتی که به همه چیز است. شما کار شما غیر شریعی، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دشمنش که 20 سال جنگید به مقابلش و او در چه قسم قدر کرد و گفت هر کس که در خانه از او باشه، در خانه کعبه باشه، اونا مسئول هستن و هیچ کس را نکشت و دشمن ها را همه عفو کرد. شما تا چه وقت اگر واقعا پیرو پیغمبر هستین، خب باید که این موضوع را خاتمه بتین و بله هم صلح کنین. خدا حافظ شما. بله شنیدین سوال؟ بله سوال های برادر بجا نبود، جمع یک سلسله اتهامات و جمع یک سلسله خوشبینی ها بود که جا ندارد. اولی که امریکایی ها تجاوز کردن، کشور ما زیر اشغال است، ما مجبور هستیم، جهاد بالای ما فرض است از طرف خداوند، ما مجبور هستیم جهاد بکنیم به خاطر رهایی کشور خود از اشغال. این یک مجبوریت است و اختیار خود ما نیست که مسیحا را به زمین بگذاریم که کشته نشه یا کسی دیگه کشته نشه و جنگ بسیده شه. مجبوریتی ما است اگر خانه شما را کسی بگیره و به اموالتان را چور و غارت نبره، شما چی میکنید؟ آیا اجازه میتونی کار؟ هیچ منطقی را نمیپذیره، هیچ عقل نمیپذیره کشور را در حالت اشغال بگذاریم و خود ما بریم به نام صلح و سیه را در زمین بگذاریم یا از اهداف اشاره خود تیر شد خود را محفوظ خداوند و ملت و جهان کنیم. این ممکن نیست، باید در نظریاتتان تجدید نظر بکنیم. یک مجبوریت مردم ما است و یک فریضه است باید انجام برسیم. بله سلام علیکم. الو بله بله بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. انا عربيه واتكلم عربيه. I don't speak Arabic. Maybe Mr. Mujahid will understand. Why didn't you اتكلم العربيه. ولدي سؤال الى اخي. ولدي سؤال الى اخي نجح الله مجاهد. هل يشاهد كل ليلة برنامج بيتني خبرنا؟ وأدعو كل ليلة إلى النصر لأخي المجاهد وكل المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة. مجاهد صاحب شما فهمیدین یاره؟ بله جزاکم الله خیر. گفتن بله ما دعا میکنم تمام شب در حق شما و در حق مجاهدین. کدام سوال نداشت. بله سلام علیکم. الو آقای خطاب سلام به شما و بینندگان محترم شما و بیمار شما. و علیکم سلام. من از آقای مجاهد سوال ازی میکنم که امروز شرایط برای برادرای طالب مهیا شده از طریق مذاکره، خیلی برای از اینا زمینه مساعد شده از اینکه از طریق جنگ و حتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم همیشه با دشمنان خود مذاکره کردن و همیشه از راه صلح پیش آمدن. و از وقتی که من یاد میدم این برادر طالب ها هیچ وقت یا یک پایگاه امریکایی ندادن یا چند تا امریکایی نکشتن، همیشه ملت پابرهنه مظلوم افغانستان از بین بردن. اینا تا کی دیگه ملت رو میکشن؟ یا
بیایم از راه مذاکره همیتا که گلبتین اومد حالی به کابل میکرسی برای از این کاری داره نه قرازی داره و اینا هم اگه واقعا همی ادار میکنم که ملت بامونه خب بیایم از طریق مذاکره ملت اینا رو حمله وی میکنه و سیاست و حکومت بر اینا میده دکه تا کی خوندیدی تا کی کشتن تا کی از بین بردن خب باشین صاحب که جواب تمام شد صاحب سوالتان محترم بله آسف مجاهد صاحب بله گفته های برادر یا سوال برادر را همه روی احساس شان بود ولی باید بگیم که جنگ و انتخاب ما نیست و نما یه دار به خود برگزیره این مجبوریت ماست مجبوریت ملت ماست و این اگر شما بگیم که امریکای ها کشته نمیشه زیان نمیبیرن درست نیست ما در کشور میبینیم امریکا ها بس تو آمده تلفات خود را اگر بشمارن بیشتر از 20,000 شان کشته شده به سال از 40,000 بیشتر شان زخمی شدن از تا تا 50,000 دیوانه و مریض شدن آنها هم زیان دیدند و همی مجبوریت های جنگی هست که آنها را وادار به این ساخته که آده را گم کردن و جستجو میکنند که اکرای حل پیدا شود اگر ما بخوامیم که واقعا در بانک هم صلح و امن میهه واقعا آزادی و اتقال ما حفظ میشه از همه ما هم طریقه هایی که مناسب ما استفاده میکنیم ولی ما مطمئن نیستیم آمریکایی ها دسیسه کار هستن و هم میخواین همیشه شغال باقی بمانه و ما را زیر شرایط داشته باشه و یا به تسلیمی فرا بخوانه این ملت ما قابل قبول نیست و ما مجبور هستیم جهاد را بفروشیم بله سلام علیکم شما علیکم السلام چنگه مارو سلسل جناب خطاب صاحب تا مجاهد صاحب تا او درنو اوریدین کو ته سلام احترام و علیکم سلام مهربان زه د مجاهد صاحب څخه یو سوال او یو څه وړاندیز لرم په مختصر شکل مهربان مجاهد صاحب زه معروف من د کانادا نظامت در کوم تاسو ته د خدای عمرونه درکی او خطاب صاحب ته خدای نور موافقتونه په لاس ورکی چې تاسو یې راوستلې او موږ سره دلته د زړه خواله کوي او زموږ سوالونو ته ځواب وایي ایسوک دا جرات نه کوي چې تاسو راولي یوازینی څوک چې دا دا د پیام افغان تلویزیون ده او څوک چې په وطن مین ده باید پیام افغان تلویزیون سره مرسته وکړي ځکه چې یوازینی تلویزیون ده چې د مجاهد صاحب غږ پکې اورېدل کېږي په هر حال زه سوال دا کوم چې که چېرته په مذاکراتو کې او په سیاست کې او په صلحه کې په انګلیسي کې ورته کمپرومایز وایي او په موږ او تاسو ورته لږ څه نرمش وایو تاسو تقاضا ډیر پر حق ده چې د کابل ګډاګې دولت صلاحیت نه لري چې تاسو سره خبرې وکړي او تاسو تقاضا دا ده چې د امریکایانو سره خبرې وکړي د امریکایانو تقاضا دا ده چې تاسو د کابل دولت سره خبرې وکړي زما عرض دا ده که چیرته د کابل دولت د امریکا دولت نماینده او تاسو نمائندګي د ملګرو ملتو تر چوکاټ لاندې یو څه نرمش تاسو خو هغوی هم حاضر شي تاسو هم د کابل دولت هم او ټول د جګړې خواوې دغلته دا به یو انیشیټیف یا یو پیشقدمي نه چې تاسو نړۍ ته موخه چې موږ مذاکراتو ته حاضر یو موږ صلح ته حاضر یو خو جګړه په موږ تپل شوې ده موږ جګړه نه کوو بلکې دوی راغلي زموږ ملک اشغال کړی دا زما یو وړاندیز او په عین حال کې سوال چې تاسو ماته ځواب وایئ دوم دا ده چې بیا هم تاسو وایئ چې د کابل دولت سره خبرې نه کوي د کابل دولت سره خبرې کول هغه تاسو پالیسی پورې اړه لري مګر که زه یو عرض وکړم چې که د افغانستان د داخل نه مخاورین یا ملي خلک د یو جرګې په صفت څه د خارج نه څه د داخل نه موږ سره را جوړ کړو او تاسو ته جرګه شو چې تاسو د هغوی دا جرګګۍ ومنئ او دغه جرګګۍ کمون امریکانو سره تماس ونیسو دغه ملي جرګګۍ دوی ومني او یو منځګړتوب وکړي په دې کې تاسو څه وایئ دا چې مجددي صاحب راغی چې د امریکا دولت دوی په رسمیت پېژندلی دا قانوني خبره نه ده او هېڅکله د امریکا دولت په دغه درې میاشتو کې هیڅ افغان سره غیر د کابل د دولت سره تماس نه نیسي او د هغوی وړاندیز دا ده چې هر څوک خبرې کوي د کابل د دولت د عالی شورا سره خبرې وکړي نو دغه زما عرض نور مو وخت نه نیسم فقطونه غواړم امریکا ورخطا ده بله مجاهد صاحب خبرې دی واورید سلام ته وعلیکم السلام معروف صاحب خبرې پر ځای دي ولی
جدي سب خپل حالت تشریح کسي امریکایان سره تماس نیولې او غوښتل چې دا پروسه ګډوډ شي په بل چا باندې حوالی ورکولې او سره اخلاص مندانه ګام نه داخل شي خبرې نه دي منلې کبیا موږ جرګې منو که هر څه کوو بیت په همدې انجام باندې تمامېږي یو او دوم دا دی چې اوس هم زموږ سره د افغانستان خلک ستا ملاتړ هم دي هغه خلک په دې ټولو پروسه کې صلاحیت هم لري کولی هم شي چې د امریکایانو د مجاهدینو تر منځ کوڅې چې له وسه کېږي هغه وکړي ولې یو سوله ده چې واقعیت کې سوله راشي زموږ مقابل جهات هغه امریکایان دي زموږ سره په جنګ اخته دي موږ وزني زموږ په مقابل کښې د هغو پیسې مستفېږي او اصلي موضوع له هغو سره ده د دې هدف دپاره چې واقعي سوله راشي باید موږ اصلي طرف سره خبرې وکړو څو وخت هم ضایع نه شي او د سولې په نامه دسیسې هم په لار ونه لوي او یو دسیسه سازۍ دي امریکایان کوښښ کوي د سولې په نامه د ځینو دسیسو نه کار واخلي او ځان بری کړي ځان وباسي سره له دې چې ټول جنګ دوی ته ملي جنګ دوی کوي بمبار دوی کوي وزنې دوی کوي او ادرسونه بیا موږ ته نور راوښي دا دسیسه ده دا زموږ د ملت لپاره د منلو وړ نه ده زموږ دپاره د منلو وړ نه ده اصلي موضوع دا ده چې امریکا لخوا نه دلته اشغال شوی موږ د جنګ لاندې د یو ملت په حیث باندې دلته څو کسان نه دي ټول ملت ته ټول ملت هم اشغال شوی دی استقلال هم اشغال شوی نو بېرته مسله باید د امریکایانو سره حل شي موږ اصلي طرف امریکایان دي جنګ امریکایانو لخوا به موږ ته نه شوی نو که هر څوک دلته وساطت وسي کړی چې امریکایان دې ته متقاعد کړي چې موږ سره خبرې وکړي موږ د دې مخالفت نه ده کړی بلکې رام حمایت کړی ولې مخکې د مجاهدي صاحب خبرې تېرې چې دې ګام چندان تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې امریکایان مغروره دي دا ګام یې تر اوسه نه ده منلی بله سلام علیکم هلو بله بله بفرمایید سلام احترام خدا به شما محترم خدمت سر تقدیم میکنم وعلیکم السلام میکنم بر شما و سلام احترام خدا به مهمان محترمتون مجاهد سر تقدیم میکنم و تشکر میکنم که اونا همیشه حاضر میشن و برنامه سخن اوریان حاضر میشن و بلین های باز با هموطنان از این زمان صحبت میکنن ولی متاسفانه یک مرد دیگه حاضر نشد که در یک برنامه حاضر شوه صحبت کنه از دیگه تنظیم ها به شمول بعض وقتا اکبر بای صاحب محترم حاضر میشه که صحبت کنه در برنامه شما که مردم از زن تلفنشون صحبت میکنه من که میخواستم بگویم به روزی که دیگه هموطنهای ما راجع به سوالات سیاسی زیاد کردن من به صفت یک زن میخواهم اگه سوال کنم بسیارم از سوالات سیاسی زیادتر ما هیچ وقت فراموش نکنیم که در وقت جنگای تنظیمی که کابل به پاتک ها تبدیل شده بود و زنها از گلو خفه می شدن مخصوصا عبدالعلی مزاری زنها را در قسمت قصر دالمان یک کشتارگاه داشت که زنها را از گلو خفه می کرد و از عویزان می کرد و در اون جریان 60,000 کابلی کشته شد وقتی که در سال 96 طالبا آمدن درست از مشکلات خود داشتن ولی مردم می گفتن که ما آل آرام هستیم مثلا در میکرورایان پیش از او قبلا دروازه خود ساعت 6 شام بسته میکردن و بعد از آمدن باز اطفال در بازی میکردن وقتی که میگفتن که اطفال نابخ شده باز داخل خانه در میگفتن حالا که دروازه کسی را تق تق نمیزنن و همچنان یک مثلا یک جوان 16 ساله یک شان در شهر کابل در پل با عمومی اوار میکرد در سر از او اطفال را تبادله میکرد کس نبود جرات نداشت که برای از او بگوید که یک بچه از او بگیره یا مردم دو کانای خود اعلام میکردن میرفتن به نماز خواندن از اون میگذاریم سوال مجلس از محترم مجاهد شد که با آمدن شما یعنی در سالهای 96 که شما آمدین زنها در خانه بودن ولی میگفتن که ما پیرن محفوظ هستیم که از ما تجاوز نمیکنن و شما امر کردین که شیشه های خانه خود سیاه بسازن آن امید اگر شما پس دوباره بین و شما به برنامه شما به زنها چی؟ یعنی وقتی که هر زن که نام طالب میشنوه به شمول خودم از طالب یک ترس دارد آیا شما کدام برنامه در آینده که بیاین به خانما دارین یا ندارین و تشکر میکنم که شما همیشه میاین به این صحبت ها حاضر میشین به سوالات هموطنان ما جواب میدین تشکر شکر خوره که گل سوال معقول بود مهربانی کنین مجاهد سر بله تشکر میکنم هم از خواهر بود باید بگویم که ما برنامه خود داریم هم خواهرها و خانمان در افغانستان حق شرعی خود دارند در شریعت اسلامی و خانما حق داده شده و ما متعهد به همه حقوق زنها هستیم که در جامعه برشان داده شده و شریعت اجازه میده آنها هم چون زن مسلمان هستن الحمدلله جامعه ما هستن باید تقاضایشان همو باشه که چیزی را برشان اسلام و شریعت میده و چیزی را ما هم برشان وعده میتفاریم که قوانین شرعی احکام شرعی
برای خانمان کدام حقوقی را داده، کدام ارزش را قائل است، ما حتما از اون پیروی میکنیم. ولی در این راستا باید فراموش نکنیم که تبلیغات صورت گرفته، خانما را در یک نوع ترس قرار داده، در زیر اثر قرار داده که متاسف هستم. مثلا گفتم که طالبان زمانی که کابل رسیدن مردم خانه های خود را شیشه‌سیاه کردن. این درست نیست. اینجا شیشه های مردم ما سیاه نکرده، این فرمان صادر شده. ولی باز هم ما متحد هستیم با خواهر خود اطمینان میتونیم با همه خانم ها در افغانستان که چیزی را که شریعت اسلامی به خانمان گفته، ما از همه طرف بیشتر متحد به وعده شرعی هستیم. ایرا ایتور و مجاید وعده شرعی را خود درست چیزی که قرآن گفته یک حکومت اسلامی باید حاکم شوه، مگر او را تشریح کنیم که حقوق اسلام از زن در اسلام فرض کنیم یک دو سه چار میتونه مکاتب باز باشه، در دفاتر میتونه کار کنه، باید معلوم یک چوکات یک دقیقه ای را زود برشان بگوین چی هست. بله، ما خود در اینجا مجبور هستیم در کلیات صحبت کنیم چون وقت جزئیات نه نه یعنی یک دقیقه بگوین که حقوق زن چطور خواهد. بله گفتم میتونم که به خانما در حدود احکام شرعی حق تعلیم ما برشان قائل هستیم. در اون زمان که نبود ما مجبوریت ها خود داشتیم، چون حق تعلیم و محاول تعلیم در اسلام باید مختلط نباشه، جداگانه باشه. ما مصارف جداگانه را نداشتیم. از سازمان ملل متحد با ما وعده هم کرده بود که ما به خانما مکاتب جداگانه میسازیم، پوانتونای جداگانه میسازیم، مصارفش میتونیم، ولی وعده خود را پوره نکردن. ما اقتصاد نداشتیم که چنین کار را بکنیم. حال وعده میده که خانما در رشته تعلیم و همچنان در بخش های دیگی لحد و همچنان در بخش های دیگر اجتماعی که اسلام برشان اجازه میده، ما متعهد هستیم به تمام حقوق آنها و انشاءالله من حیث یک خانم با عزت و با افتخار در جامعه حضور خواهد داشتن و حقوق شرعی خود را تصاحب خواهد کردن. همچنان حق میراثی خانما باید اعاده شود، همچنان حقی به صورتی که ظلم برایشان صورت بگیره، حق تفریق خانم‌ها که برایشان اعاده شده و حق دسترسی خانم‌ها به عدالت و محکمه است که باید صدایشان شنیده شده و همچنین حقوق دیگری بسیار بزرگ که در تمام افغانستان ضایع شده از خانم‌ها یا آنها حقشان خورده شده باید درشان داده شده. ما متحد هستیم به همه حقوق خانم‌ها. بله، سلام علیکم. السلام علیکم خطاب سر. و علیکم سلام. خطاب صاحب سلام، خود را برای شما و برادر بزرگوار مجاهد صاحب تقدیم میکنم. خطاب صاحب میخوام در این باره خراسانی میخوام بگم. نه خورا بیادر گل ما، امی خراسانی صاحب آمد صحبت کرد، ما هم جواب تا جایی که در کلمه میگش گفتم، دیگه باز جایی نداره که خراسانی مطرح شد. این پروگرام آقای مجاهد است که از اونا سوال کنیم ای که خراسانی صاحب چی میکنه و نمیکنه، اونا کار خودشان صاحب. ما میگم پشت از اون نگردین، سوال کنین از آقای مجاهد. خطاب صاحب سوال ما از مجاهد نداریم، خداوند اینا را کامیاب داشته باشن، کامیاب هستن. و دیگه کسایی که میگن خطاب صاحب که طالبا مردم هم میکشن، طالبا نمیکشن، امریکایی ها در هر جای در ولایت چند بیز داشت، این طالبا بود تمام بیس هایشان از زد پران، امریکایی ها جمع شد در بیس های کلان. حال ما یک برای اردوی ملی میگیم، به پلیس ملی یک خواهش از پیشان داریم که به خاطر منافع امریکا خود نکشن، که به خاطر کشتن از یام اگر مرده شود در ایران مردار میشن. دیگه ما کدام سوال ندارم. خدا خطاب سفر بیاره مردار علالت که مرغ نیست بیاره. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. بله سلام علیکم. و علیکم خطاب صاحب محترم، سلام خدا خدمت شما و تمام شنوندگان تلویزیون شما و برادر مجاهد ذبی الله تقدیم میکنم. من خودم یعنی یک معلم هستم، میخواستم سیاست طالبان را در قبال زنا بفهمم، اما پیشتر یک خانم تک سوال کردن ما فهمیدم. اگر طالبان هم سیاست خود علنی یعنی اعلان کنند در قبال زنا، ما باور دارم 80% یعنی زنای افغانستان استقبال میکنن. ما در مکتب هستم که یعنی 95 معلم زن است، 90% از یا هر روز میگن کاش که طالبا بیه. تمام زنای افغانستان از بی‌حجابی، فساد و کلی چیزا خسته شدن. ما صرف یعنی میخوایم که طالبا سیاست خود در قبال زنا یعنی اعلان کنن که کل زنای افغانستان بفهمه. شما از کجا گپ میزنید؟ من خودم فعلا از ترکیه گپ میزنم و اما یک سال پیش در افغانستان معلم بودم، اما یعنی فعلا نیستم. خب ولی رو درست فرمودین. دیگه چی سوال داشتین؟ این همی سوال ما بود که سیاست خدا یعنی عجب اعلان کنن، اما
گفتم بیشتر در خانم دیگه سوال کرد ما فهمیدم یعنی، اما کل زنای افغانستان که بفهم من باور کنین کلگی یعنی استقبال میکنه از طالبا، کل زنای افغانستان یعنی تقریبا تعداد زیادش از بی‌حجابی، از فساد، از حقوق پایمال شدنشون خسته شدن. یعنی گفتم در مکتب ما تقریبا 90 معلم زن، 95 معلم زن، 90% هر روز میکاش که طالبا بیایه که چی حالت است فعلا. بله بسیار تشکر بی بی گل. شنیدین سه؟ مجاید سه؟ مجاید صاحبم تمام شد، ما همینجا بسنده میشم، پروگرام با پایان میرسانیم. متاسفانه لاین از اونا قطع شد، لاینای ما پر است و مشغول است و میخواین سوال کنن. دوستان عزیز، تو که شنیدین آقای مجاید با شما روی روی از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان سخن اوریان روی روی صحبت کردن، در اینجا کدام ملاحظه خاصی من ندارم. آنچه ما به حیث راوی از این پروگرام یا گوینده پروگرام عمل کردم، سوالای شما دست نخورده، خوب بود، بد بود، آنچه در فکر شما خطور می کرد در چوکات آداب معاشرت انسانی ما که باید مراد شوه، او را ما میخواستم تفتیش کنم و دقایقی را که چند دقیقه صحبت شوه به همه نوبت برسه. دیگه کدام تو یک خاص، ما کدام ملاحظه خاصی ندارم، نه از تشریف آوری مجاهد صاحب و همینطور که همو همشهری ما گفتن، ای کاش دیگه کسانی که در مسائل افغانستان زیدخل هستن و اونا بیان. نظمی آقای عطای نور چندین بار یعنی من مردم وسیله شدم که اگر بیاید صحبت کنه، مو مردم و رسانه های چون پیام افغان خصوصا امی برنامه رخ نمیزنن، گفته بعضی ها چون پاسخ هم ندارن، دوز و دقل هم هستن، سوالاتی که از اونا میشه او را تاب مقاومت و روی روی را ندارن، چشمشان آفتاب کور میکنن. در امونجا در میان خود صاحب، در امون هیته قدرت خود صاحب زورنمایی و صحبت و در تلویزیون هایی که خود از اونا افتتاح کرده برای منافع خود از اونا کار میکنن، در امونجا حاضر میشن و صاحب محافل برا میاندازن، یا حکومت داخل در حکومت افغانستان تلویزیون ملی داره، دوستم از خود، یعنی هر یکی یک رسانی به نحوی از آنها داره، مگر وقتی در همه تو رسانه ها ظاهر میشن با چلوصافی از اینا را عذاب میکشیم، برایتان روی روی میسازیم. مجاهد صاحب دوباره برگشتن، خواهی خدافیزی. مجاهد صاحب بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین، از شما هم تشکر. امون جا اگم شیره یک سوال کرد، امون را شنیدین صاحب امون هم شیره را سوال شانه؟ بله سوال خود نداشتن، ولی گفتن که برنامه را حقوق زنان را در برنامه ها به هم مردم برسانن، ما کوشش میکنیم و عدم اسپاریم خواهر انشاءالله، ما هم پروگرامی که در مورد خانمه داری میره هم رسانی میکنیم به مردم و در موقع مساعد شد هر جا انشاءالله دی بحثم صورت میگیره و ما متحده هستیم. تشکر کنیم. دیر مننه مجاید صاحب، خدای دی زنده لرم بیا به سر غیگی بو کراری زنده مننه. اتاک کربان شما پا ما خده که تا جایی که ما میتونیم صاحب، چون موضوع بشار داغ بوده ای روزا، مسئله صلح هست، وزیر دفاع یک کشور مقتدر جهان که افغانستان راستی 16 سال هم اشغال کردن، هم یاشاوی باتا و هم تقدیر حکومتی ما، سیاسی ما، اقتصادی ما، همه به اونا پیچ خورده و افغانستان سفر کردن. یعنی از طرف طالب هیچ کس آدم نمیشنه و جزی که پاکستانی است، که دوز است، که ریشش پخپلو دیتور است، که فلانی است، یعنی خراسانی سربار یک چهره پیدا میشه، چیزایی میگوید که امون پرچمی ها و خلقی هایی که در پوانتون ما یک وقت مشغول تعلیم بودیم، بازمی ها تازه آغاز کرده بودن، بالای اسلام، بالای چهره اسلامی، بالای لباس اسلامی، بالای روش اسلامی، چون عقیده نداشتن گواری طرف طرف را می رفتن و آخر دیدن که سرنوشت افغانستان به کجا کشانیدن، باز مزدور بودن، برای دیگه مزدوری می کردن، کشور دیگه از متن مردم بیرون نشده بودن، دفتن ظهور کردن و غروب کردن، مردم به پاخیست علیه از اونا. بازال اینی کسایی که امروز میه، شما کوشش کنیم که سنت یک کشور، اگر میخواین به اون کشور، به اون مردم شما خدمت کنین و یا حقی از اونا رو مطالبه کنین، ببینین که کدام فرهنگ در اونجا حکم فرماست، کدام عقاید دارن. اگر در هندوستان شما میرین
یک هندوستانی را میخواین حق از او را داشته باشین، دیگه با مو هندویزی از اونا تعرض نکنین، گاو در جلو یک صد نفر هندو لط و کوب نکنین، یا فرض کنیم یک بودایی را مجسمی بودا را بلاغت نزنین، یا فرضاً در یک اسرائیل اگه هستین امو جلو تمپلی از وایستاد نشوین و فحش و ناسزا با موسی علیه السلام. در اینجا صاحب شما عقل به کار بیاندازین که در یک کشور که جز زندگی شب و روزی است و بهترین یک دینی که خداوند از طریق بهترین عالم به ما فرستاده و تمثیل شده و کار آمد ماست، روزمره از صداقت گرفته و راستکاری و صاحب روش نیک و گفتار خوب و کردار خوب همه در دین اسلام پیچیده، امی خود نمازهای پنجگانه که از طهارت گرفته و تا حضور به خداوند و تعهدات با خداوند لایزال میشه که برای مردم در خدمت آدم قرار میگیره، تا پنج رکن اسلام و همه تو توزیع عاید از لحاظ زکات و خوب شدن وقتی به حج مشرف میشین، یک نفر اگر راستی به خود اصل رکن حج شما مراجعه کنین، اگر میگه در یک اجتماع تاریک ده حاجی به مو تعهدات بیاید دوباره برگرده، ایست یک قندیل داره که یک تاریکی را روشن میسازه، و اگر نبود دیگه او خود گناه دین نیست، و یک آدمی است که رفته و پس برگشته و تاریک رفته و تاریک برگشته، او به اسلام تعلق نداره. بنان به همی بناهای اسلام، تعهدات اسلامی، امروز در افغانستان حقوق زن درک نداره. کجاست حقوق زن؟ شما برین در یوتیوب زنگ سنگسار میشه، زیر خاک شد، سب برباد شده. یک داکیومنتری رو ما دارم در اونجا در ولایت غور، چندین زن در اونجا والی زن بود مگر زن سنگسار شد، زیر سنگ گور شد. در کابل داستان فرخنده رو میدانین، در جلوی اظهار هیچ کس در اونجا نه تعجیز شد و نه سب قصاص گردید. اگر این حکومت یک عادل اسلامی می بود شاید باز خاص صورت می گیره. یعنی خود حقوق زن در خود در حیطه در متن اسلام، یعنی راستی بهترین حق به زن توسط اسلام در یک جامعه اسلامی داده شده. اگر شما در امریکا و در اروپا زیست دارین و باز یک اروپایی را قائم بگیرین و لباس اسلامی در تنش کنین، او به کلی متفاوت است. مگر آمدیم وقتی در یک کشوری که شما حکومت اسلامی می خواین، همه مقررات اسلامی و قانون اسلامی اونجا حاکم است، دیگه باید با مو کتاب الله با احادیث و سنت و شریعت اسلامی باید رفتار کنین. این که شما نمی کنین و سب بریش و دیگه توهین کو با لباس توهین کو، این دیگه جنون یک انسان است که متبارز میشه چی در تلویزیون چی در محافل عام افغانی. گران دوستان و تاثیر و پختای سپارو پا مخه خیر دی خدای پام.